آقایان سلام، شبتون بخیر. بنده هاشم آردم هستم، از استودیو اقتصاد آنلاین در خدمت شما با یک برنامه گفتگوی چالشی که احتمالا در جریان هستید. چند روز اخیر ماجرای نامه 25 اقتصاددان خب حواشی زیادی رو در واقع در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی داشت. شاید بهتر بود که این برنامه به صورت مناظره برگزار بشه، اما از اونجایی که مخالفین نگارندگان نامه در واقع اعلام آمادگی نکردن برای این مناظره، بنابراین صرفا یک گفتگو خواهد بود. البته احتمالا گفتگوی چالشی خواهد بود. اگر در واقع اقتصاد آنلاین رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده باشید، حتما میدونید مهمون این برنامه جناب آقای صادق الحسینی، اقتصاددان و از امضا کنندگان این نامه هستند که قرار راجع به مفاد این نامه دربارش باشون صحبت بکنیم. آقای الحسینی خیلی خوش اومدید، مرسی که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه. اجازه بدید گفتگو رو اینطوری آغاز بکنیم. شما 16 تیر ماه اگر اشتباه نکنم نامه ای رو منتشر و امضا کردید در فضای رسانه‌ای به صورت سرگشاده، که توی این نامه توضیح داده بودید که بورس در مرحله خطرناکی قرار گرفته و برای گذار از این مرحله خطرناک راهکارهایی رو پیشنهاد داده بودید. انگیزه شما از نگارش و امضای این نامه چی بود؟ اصلا چرا این نامه رو نوشتید؟ خب عرض کنم خدمتتون که ببینید، ما حس می‌کردیم که در اقتصاد ایران روندهای خطرناکی در حال شکل‌گیری در بازارهای مختلف به دلایل مختلف، اما اینها یک ریشه مشترک داشت که در ادامه بحثمون این رو خواهم گفت و در نامه هم ما اشاره خیلی دقیق به اون ریشه کردیم و نشون دادیم که چرا این ریشه مشترکی که باعث ایجاد حباب در کل بازارها در اقتصاد ایران شده و میشه، این میتونه کل فضای اقتصادی ما رو به هم بزنه و کانال به هم زدن هم این دفعه بورس و بازار سهام خواهد. برای اینکه به بحث ورود بکنیم، من نامه رو آوردم چون بحث‌های خیلی مختلفی راجع به نامه شده. بعضی‌ها فکر می‌کنم یک بار هم نامه رو نخوندن و نظراتی راجع به نامه میدن، حرف‌هایی میزنن که اصلا در نامه نیست، مثلا اینکه آقا بورس باعث تورم میشه، نامه اینو گفته. اصلا نامه چنین چیزی نگفت. یا اینکه عرض کنم که شما گفتید که دولت بیاد و با کاری بکنه که بازار سهام ریزشی بشه، اصلا چنین چیزی توی نامه نیست. یا اینکه گفته شده که شماها میخواستید مردم سرمایه هاشون از دست بدن، اتفاقا برعکسه. و من در طول این صحبتی که با هم خواهیم داشت این توضیح خواهم داد که واقعا هیچ کدوم از اینها نیست، برعکس. این امضا کنندگان نامه همه غالبشون حداقل در بهترین دانشگاه‌های دنیا، در دانشگاه‌های زیر صد دنیا درس خوندن، اقتصاد خوندن، مالی خوندن و جزو بهترین افراد و بهترین نخبگان اقتصادی این مملکت هن. حالا غیر از من بقیه همه بهترین نخبگان این مملکت هن و اینها یک نامه‌ای نوشتن. توی این نامه گفتن نسبت به روندی هشدار دادن. حالا یا حرف اینا درسته یا حرف اینا غلط. اگه حرفشون درست باشه، خب این اتفاقاتی که افتاده نشون میده که اینها خدمت کردن اتفاقا. حالا نشون خواهم داد چرا خدمت کردن. اگه حرفشون غلط باشه که اتفاق نیفتاده، دو سه روز بازار میریزه و دوباره میره بالا. حالا در ادامه میرسیم به اینجا. من ابتدا اجازه بدید نامه رو، برای اینکه خیلی از دوستان ممکنه نخونده باشن نامه رو، فرازهای مختلف نامه رو بخونم و بعد وارد بحث با شما بشم. ببینید، این نامه 16 تیر 99 منتشر شده. ما در نامه گفتیم که بازار بورس تهران از سال 98 رشد پرشتابی به خود گرفته و به شکل بی‌سابقه بر سرعت رشد آن در سال 99 افزوده شده. بعد گفتیم شاخص کل این شد، دلاریش این شد، اینها. بعد اومدیم روی پاراگراف بعدی،
این سطح بی سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنیداری کمک بکند. واقعا ما بورسمون، بورس از همه جای دنیا یه بازار ثانویه است، ولی ابزارهایی در بقیه دنیا وجود داره که عملا از طریق افزایش سرمایه به قیمت روز، حالا ما تو ایران بهش میگیم صرف سهام، اینها امکان این رو فراهم میکنن که شرکت ها بتونن از بازار سرمایه استفاده کنن. همچنین اوراق شرکتی نقش خیلی مهمتری از خود سهام شرکت ها در بازار ثانویه اوراق بهادار که حالا ما بهش میگیم بورس بازی میکنه. ولی در ایران اینجوری نیست. در ایران فقط داره بین خریدار اون سهام که شمایی مثلا و فروشنده سهام که مثلا منم، من دارم اینو به شما، دارم اینو به من میفروشی، من از شما میخرم، من میفروشم به کس دیگه، اون یکی، یک بازار ثانویه است. پس این که بگیم آقا بورس داره رشد میکنه این به نفع تولیده، واقعا اینجوری نیست. بورس یک کلن یه بازی جمع صفره، در ایران تبدیل شده به بازی جمع منفی که من توضیح میدم چرا این اتفاق افتاده. من میتونم یه لحظه فرمایش شما رو قطع بکنم؟ چطور انتظار داشتید که ظرف مثلا، چون جهش بورس 7-8 ماه بیشتر طول نکشیده، چطور انتظار داشتید که در این فرصت کوتاه منجر به رشد تشکیل سرمایه ثابت بشه، با توجه به اینکه میدونیم زیر ساخت ها و بسترهای بورس در واقع بسترهای ابتدایی هستن؟ شاید بهتر نبود زمان بیشتر بورس کنید؟ نه ما انتظار نداشتیم که این اتفاق بیفته. بحث اینه که شما شاخص 250,000 تاییتون شده شاخص 2,100,000 واحدی. خب یعنی شما هولوش 8-9 برابر این رشد، این شاخص افزایش پیدا کرد. و مهم نیست در چه مدت زمانی، مهم اینه که بورسی که 40% جی دی پی تون بوده شده 300% جی دی پی تون. خب طبیعیه که عملا این بازار دیگه جای رشد نداره. طبیعیه که هر چی می‌خواست خدمت بکنه به تولید باید می‌کرده. شما ابزاری هم نذاشته بودی تو بازار که بتونه، این نه مشکل مردمه نه مشکل سفته بازار، این مشکل دولت، این مشکل ارکان تنظیمگر بازاره که این ابزارها رو ایجاد نکرده بودن. البته این رو هم بگم، در دنیا هم بازار سهام نیستش که بازار تامین مالی شرکتیه، برعکس چیزی که در ایران جدیدن راه افتادن میگن. من راجع به یه توییت کردم نوشتم سابق بر این، این بازار اوراق بدهی شرکتی است، بازار اوراق قرضه شرکتی است که بازار تامین مالی شرکت هاست، نه بازار سهام. چون بازار سرمایه شامل هم بازار اوراق شرکتی میشه، هم شامل بازار سهام شرکت ها میشه، و اون اوراق شرکتی است که به تامین مالی پروژه ها، به تامین مالی شرکت ها کمک میکنه. بازار سهام بازار ثانویه است، سهامداران بین هم سهام رو دست به دست میکنن، حالا قیمتش میره بالا. من نامه رو ادامه بدم اجازه بدید. پس گفتیم نتوانسته به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کمک بکنه. مهمتر از آن، وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحرانخیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. اینا رو میرم جلو. از منظر پولی مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. ما اینجا چی رو گفتیم؟ ما اینجا گفتیم که بورس البته به لحاظ درون‌زایی باعث افزایش حجم نقدینگی هم میشود، ولی این بازدهی بسیار بالا، این بازدهی 7,000% در یک سال اندی، این باعث تغییر سرعت گردش پول میشه. چون باعث میشه پول از سپرده های مدت و سپرده های کوتاه مدت تبدیل بشه به حساب جاری، بیاد رو حساب جاری بشینه، یعنی شبه پول تبدیل به پول بشه، و این باعث تغییر سرعت گردش پول و در نتیجه باعث ایجاد تورم، ایجاد عرض کنم که افزایش قیمت در بازار دارایی و غیره خواهد شد. حالا من این مکانیزم رو توضیح میدم. این رو بعضیا تصور کردن این یعنی این که بورس عامل تورمه. نه خیر، تورم عامل بورسه، اما وقتی شما بازده 7,000-8,000% داری، طبیعیه که این روی انتظار روی سرعت گردش پول تأثیر میذاره و اون تورم و اون نقدینگی که قبلا داشتی اون رو تشدید میکنه. این نامه اینو گفته. بنابراین
علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید. پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این که این چند روزه شروع کردن میگن آقا نرخ ارز پس چرا رفت بالا، بورس افتاد، اصلا ما حرفمون اینه با هر تکانه‌ای به این بازدهی بالا، این بازدهی بالا بالاخره تا یه جایی می‌خواد متوقف بشه دیگه. ما فکر می‌کردیم تو مثلا بعضیا فکر می‌کردن تو 1 میلیون شاخص 1 میلیون واحدی متوقف میشه، بعضیا 1.500 2 تومن 3 میلیون واحد 4 میلیون واحد 8 میلیون واحد یه جایی باید متوقف بشه، یه جایی متوقف میشه دیگه. کیا زیان می‌بینن؟ اونایی که تو آخر بازی اومدن و اون وقت وقتی که این متوقف بشه بازار ارز اتفاقا شروع به رشد میکنه. حرف ما تو نامه اینه که این روند فزاینده که تو بازار بورس به دلایلی شکل گرفته که من خواهم گفت چرا، این باعث افزایش نرخ ارز هم میشه، باعث افزایش قیمت مسکن هم میشه. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می شود خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. اینا که دیگه بدیهیاته. با تغییر انتظارات از مجرای بورس بدون کاسته شدن از قدرت کمی نقدینگی سایر دارایی ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نشان می دهد. ببینید ما دقیق داریم میگیم که ببینید این بازدهی بسیار بالا بازدهی رو در کل اقتصاد ایران متاثر خواهد کرد، چون این بازدهی غیر عادیه، این بازدهی کاملا حباب گونه است. حالا نمودارها رو من نشون میدم چرا حباب بازار. بازار قطعا تو اون قیمت ها حباب بود و قطعا این روند باعث میشد که بازار دوچار مشکل بشه و ما این مشکل رو گفتیم. ما گفتیم آقا این مشکل ایجاد میشه، ما میتونستیم این نامه رو خصوصی بزنیم. حالا میگم چرا سوال من دقیقاً تو سوالم هست که چرا به صورت خصوصی این مسئله. ببینید ما خصوصی گفتیم اینها رو به دولتمندان گوش ندادن. از کی میگفتی؟ ما از فروردین 99. ببین چیزی که اونجا به استعفای شاپور محمدی شد چی بود؟ شاپور محمدی مخالف این روند حرکتی بود که وزارت اقتصاد داشت، مخالف این روند حرکتی بود که حمایت های بیجا از بورس بشه، که اینقدر شارپ و اینقدر غیر عادی شاخص بره بالا و معتقد بود با روش‌های زمانی که شاخص در محدوده 1 میلیون واحد بود معتقد بودید که از اون موقع باید موانع ایجاد می‌شد. نه نباید موانع ایجاد می‌شد، اتفاقا برعکس باید موانع برداشته می‌شد. حالا آقای شاپور محمدی نظرش این بود که دامنه نوسان کم بشه، بشه 2%. من که همون موقع توییت کردم مخالف بودم، دامنه نوسان اون موقع باید برمی‌داشتن اتفاقا. من اینو توییت کردم هست که آقا بازار می‌خواد بره بالا، یه دفعه بره بالا تموم شه، این هیجانات تخلیه شه که اینقدر آدم‌هایی که ریسکشون ریسک پذیریشون تطابق نداره داخل بازار نیان. من اجازه بدید نامه رو بخونم بعد میرسیم به این بحثا. ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم‌انداز آتی خود از بازار را با آن شکل می‌دهد. احتمال شکلی چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. اما اگر مجموعه بدنه سیاست‌گذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند، ببینید ما اون موقع داریم میگیم شاخص چقدر بود اون موقع؟ 1,700,000 1,600,000 1,700,000 این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی است، عملاً این تصور به وجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه بیمه‌گر کلان بورس را به عهده گرفته و اجازه سقوط آن را به بازار نخواهد داد، در حالی که نمیتونه این کار رو بکنه. اگر میتونست بکنه هم غلط بود، ولی اصلا امکان این رو نداره. شما ببینید الان بورس تهران به 8000 میلیارد تومان هم رسید دیگه، ارزش بازار، مارکت کپ بازار بورس فرابورس، بله به 8000 میلیارد تومان هم رسیدن. خب دولتی که کل بودجهش 500000 میلیارد تومان هم نیست، حالا با کسری‌هاش و اینا عملا 300000 میلیارد تومان درآمد داره، این دولت میخواد 8000 میلیارد تومان رو جمع بکنه و حمایت بکنه. حمایت میتونست هم غلط بودا، هیچ جای دنیا هم این کار رو نمیکنن. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن خطرناک است. این اتفاقی که متاسفانه الان داره میفته و من توضیح خواهم داد، این روند انقدر خطرناکی که شما اگر این کار دولت بکنه منتظر جهش در بازار ارز باشید.
اگر این کار دولت بکنه منتظر جهش در بازار مسکن باشید. اصلا نباید اجازه پولی شدن سقوط بورس رو بدیم. امروز در نقطه‌ای قرار گرفتیم. ببینید مهمترین پاراگراف نامه اینجاست. امروز در نقطه‌ای قرار گرفتیم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. ما اینجا گفتیم ما دیگه واقعا انقدر سیاستمدار غلط رفتار کرده، انقدر ارکان بازار غلط رفتار کردن، انقدر موانع رو بر نداشتن، انقدر اجازه عرضه ندادن، انقدر تعلل کردن در انتشار اوراق که این رشد شارپ شکل گرفت و دیگه از یه نقطه‌ای شما به یه نقطه‌ای رسیدی که رفتی 7000-8000% رشد کردی، دیگه میخوای یه بادکنکی رو باد کردی، میخوای از کمش کنی، این هزینه داره برای کشور، هزینه داره برای اقتصاد کشور، هزینه داره. با این حال ضروری است هر چه زودتر اقداماتی اتخاذ شود، هرچند که شاید امروز هم برای اثر بخشی این اقدامات دیر باشد. ما اون موقع هم گفتیم که امروز هم دیره. ببینید ما دیگه مستعجل شده بودیم این نامه رو زدیم. قبل از اینکه نامه بزنیم ما بارها خصوصی گفتیم هر کی دستش میرسیده هر جا به هر کس گفته که این روند به خدا خطرناکه، به خدا مردم رو بدبخ میکنید اینجوری، به خدا سرمایه های مردم از بین میره. ولی گوش نکردیم، اومدیم عمومی کنیم که مردم هم در جریان باشن، مردم بدونن که آقا حالا یا میرن به حرف شاخهای بورسی گوش میدن، من اسمشون رو گذاشتم شاخهای بورسی، یا به حرف شاخهای بورسی گوش میدن یا به حرف یه سری بچه اقتصاددان گوش میدن، خودشون میدونن. ولی ما 16 تیر اینو گفتیم بازار ریزشش چه تاریخی آقای آردن؟ تقریبا از 3 هفته پیش شروع شد دیگه. 50 روز بعد از اینه، 50 روز بعد از این نامه بازار ریزشش شروع شد. یعنی ما به موقع گفتیم، به مردم هشدار دادیم که مردم بدونید این جوریه، بدونید این بازار. من خودم از فروردین توییت کردم، توییتام هست که این بازار خطرناکه، مردم مراقب باشید، این بازار مال همه نیست. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه های کمتر و تأخیر در آن همراه با هزینه های به مراتب بیشتری خواهد بود. حالا من توضیح خواهم داد که دولت متاسفانه تسریع نکرد. پیشنهادمون هم این بود، یک عرضه بدون تعلل دارایی های بورسی دولت که 350 تا 400 هزار میلیارد تومان تخمین زده بودیم و اینجا ما حتی اینو گفتیم این عرضه، میزان عرضه روزانه باید با نظر شورای عالی بورس باشد. چرا اینو گفتیم؟ برای اینکه یه دفعه عرضه آبشاری نشه که بازار یه دفعه پنیک بشه بریزه. گفتیم عرضه با نظر شورای عالی بورس انجام میشه، اونا باید روزانه رصد کنن، مطلع باشن، بدونن داره چه اتفاق میفته. دو، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده های بانکی. خب افزایش نرخ سود بازار بین بانکی قبل از این نامه داشت شروع میشد. اگر لطف کنید نمودار 9 رو نشون بدید، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی قبل از این داشت نشون داده میشد. همونطور که تو نمودار مشاهده میکنید این خط مشکی نرخ بهره بین بانکی 16 تیر رو نگاه بکنید، اون رشد شارپی که کرده اون مال خورداده و توی 16 تیر دیگه بازار ملایم شده، همینطوری داره خیلی آروم آروم حرکت میکنه به بالا. پس تغییری در بهره بین بانکی بعد از این نامه رخ نداد، سیاستمدار به حرف ما گوش نداد. سپرده های بانکی که باز ثابت بود نرخش، هیچ تغییری نکرد و عملا میشه گفتش که در این حوزه اینها یه روندی بود از قبل شروع شده بود، داشتن اون کار رو میکردن. ما نظرمون این بود سریعتر انجام بشه که انجام ندادن. سپرده های بین بانکی هم که دست نزدن، چون ما معتقد بودیم، تو نامه آوردیم، با توجه به هدف گذاری تورمی اعلام شده نرخ بازار بین بانکی در محدوده 20% قرار گیرد. این یعنی نرخ سود سپرده اولش 22-23 بشه. سه، شتاب دهی به عرضه های اولیه شرکت ها و افزایش درصد شناوری آنها. خب عرضه اولیه باید تسریع می شد، چرا سازمان بورس تو این یک سال اخیر عرضه های اولیه رو تسریع نکرد؟ چرا این همه شرکت در صف عرضه های اولیه موندن؟ چرا این همه الان من شنیدم که هولوش 1000 درخواست شرکت سبدگردان شده و همه تو صفن،
آخه چه کار میکنید که هزار شرکت توی صف موندن دارن فقط برای سبدگردانی؟ میدونید که بورس تهران یکی از بالاترین نسبتهای معاملگری مستقیم به کل میزان معاملات رو در جهان داره. خب این معلومه که هیجان ایجاد میکنه، یه هیجان بیفته. اینا کارهایی بود که سازمان بورس باید انجام میداد، متاسفانه هیچ کدومش انجام نشد. چهار، توقف هر نوع پیامدهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گری کلان بورس. گفتیم دولت حق نداره بگه من حمایت میکنم. یعنی چی من حمایت میکنم؟ مگر بازار مسکن میخواد قیمتش بریزه، دولت میگه من حمایت میکنم؟ مگر بازار ارز میخواد قیمتش بریزه، دولت میگه من حمایت میکنم؟ بازار خودرو میخواد بریزه، بازار دولت میگه من حمایت میکنم؟ یعنی چی دولت از یه بازار حمایت بکنه؟ یک، دو، نمیتواند حمایت بکنه. 8000 میلیارد تومان کجا؟ 300000 میلیارد تومان درآمدهای امسال دولت کجا؟ سه، اگر حمایت بکنه یعنی ریسک بازار انتقال داده به کل اقتصاد. یعنی اومده خودش خریده، اینا خارج شدن، بعد میرن توی مسکن، میرن توی ارز، میرن توی غیره. پنج، کنترل مؤثر در نظام در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی. این هم که این تنها فراز نامه بود شاید که تا حدی سیاستگذار بهش توجه کرد و اعتبارات بانکی از قبل از اینکه ما هم نامه بزنیم داشت کاهش پیدا میکرد، اما کاهش دادن این رو. من چون نامه تموم شد دیگه در خدمت شما هستم، فقط اگر حالا سوالاتتون رو بپرسید، من داستان این افزایش هم باید بگم. این خود نامه بود، حالا من از منظر خودم میخوام بگم که چرا افزایش این جهش در بورس تهران شکل گرفت. قبل از اینکه وارد سوالات چالشی تر بشیم، خب روند نامه رو اون دوستانی که نخونده بودن نامه رو شاید الان باهاش آشنایی بیشتری دارن. حالا از اینجا به بعد احتمالا وارد پرسش و پاسخ خواهیم شد. منتها قبل از اون من خواهش میکنم یه ویدیویی و یه آیتمی رو که همکاران من آماده کردن که دو سه دقیقه بیشتر هم طول نمیکشه، این ویدیو رو با هم ببینیم و برای ادامه گفتگو ما در خدمتتون هستیم.
بخش اول گفتگو رو با هم دیدیم و شنیدیم. خدمت شما عرض کنم که بریم سراغ سوالات ریشه‌ای تر. آقای الحسینی، معتقدید که جهش بازار به چه دلیل اتفاق افتاد؟ ببینید، یه اتفاقی توی بورس تهران افتاده، اون اینه که اتفاقی است که در سایر بازارها هم افتاده در طول تاریخ اقتصاد ایران. اینا همش یک منشأ داره، همون ابتدای صحبتم هم گفتم اینا همه یک عامل داره. افزایش شدید رشد نقدینگی، یعنی رشد نقدینگی ما به طور متوسط در تاریخ اقتصاد ایران هولوش بین حالا 27% تا 30% بستگی داره چه پریود زمانی تاریخی رو بگیرید در نوسان. خب شما رشد نقدینگی هولوش 27% 30% دارید که خیلی بالاست، خیلی بالاست. توی اقتصاد آمریکا پایه پولی رو 4 برابر میکنن، نقدینگی مثلا 4 برابر، این 300% زیاد شده، نقدینگی 100% هم زیاد نمیشه. اینجا برعکسه، پایه پولی رشدش از نقدینگی بیشتره. همین نشون میده اون نسبت رشد شپ پول به پول چقدر مؤثره در افزایش میزان نقدینگی بدون رشد پایه پولی. حالا نقدینگی در 3 سال گذشته ناشی از رشدش، ناشی از کسری بودجه بود، یعنی کسری بودجه بالای دولت. ما امسال 220,000 میلیارد تومان کسری بودجه داریم، سال گذشته 150,000-160,000 میلیارد تومان داشتیم، سال قبلیش هولوش 90,000-95,000 میلیارد داشتیم، سال قبلترش هولوش 30,000-40,000 میلیارد تومان. مداوم کسری بودجه داریم، برعکس دوره قبل، برعکس سالهای 92-93-94 که این رشد نقدینگی ناشی از ناترازی در نظام بانکی ما بود. ناترازیه، یعنی رشد نقدینگی در این 3 سال ناشی از کسری بودجه شدید دولت. این کسری بودجه باعث رشد نقدینگی شد. این رشد نقدینگی خودش رو در بازارهای مختلف نشون داد. اما در کنار این رشد نقدینگی یه اتفاق دیگر هم در اقتصاد ایران افتاد که سبب شد این رشد نقدینگی اثرگذاری بسیار بالاتری داشته باشه. این خیلی کم بهش توجه شده تا به حال. من خواهش میکنم نمودار شماره 8 رو اگر نشون بدین. بله، این ببینید نرخ بهره واقعی رو نشون میده. نرخ بهره واقعی یعنی نرخ سود بانکی منهای نرخ سود، یعنی سپرده ها منهای تورم. این توی همه جای دنیا باید هولوش 0%, 2%, 3% اینا باید این هولوش باشه، مثبت باشه و نزدیک، حالا بسته به این که چه آدمیه، چه اعتبار سنجی داره فلان، این معمولا متفاوت آدم با آدم تو دنیا، حالا تو ایران که ما نداریم اینا رو به اون معنا. ولی نگاه کنید در تاریخ اقتصاد ایران این رشد، این نرخ بهره واقعی منفی واقعا بی سابقه است. یعنی ما نرخ بهره واقعی منفی که سال 97 داشتیم 32%، فقط تو سال 74 نمونهشو داشتیم که اونم اون تورم بالای سال 74 رو خاطرتون هست، بالاترین میزان تورم تا قبل از این دهه تورم سال 74 49%، که همونجور که تو نمودار مشاهده میکنید این 3 سال، 3 سال 97-98-99 نرخ بهره کاملا منفی است. این که سیاستگذار پولی ما، سیاستگذار مالی ما حواسش نیست که سال 97 تو نرخ بهره منفی 30% چه عوارضی برای اقتصاد کشور داره، این فاجعه سیاستگذاری پولیه، واقعا فاجعه سیاستگذاری پولیه. و این نرخ بهره منفی در کنار حجم رشد حجم نقدینگی، خب به هر مسیری برن این سیل به هر جا بزنه نابود میکنه اون بازار. ما میگیم نرخ بهره منفی حباب سازه در اقتصاد همه جای دنیا. چرا؟ چون شما هر چی بخری، وام بگیری، هر چی بخری انگار بانک، مثلا اگه من بهره من بهره منفی 30%، انگار بانک 30% هم نقدی کش بد داده. اسمی درسته داره یه نرخ سودی میدی 20%، ولی عملا تو آجر بخری بندازی کنار، بعد 4 سال پولش
4 3 برابر شده، ولی چیزی که باید پس بدی به بانک مثلا فرض کنیم حالا نرخ 20 و چند درصد میشه 2 برابر. یعنی هر کاری کنی با نرخ بهره منفی بانک داره عملا یه رانتی به تو میده که تو علاوه بر اینکه پول میگیری یه پولم روش میذارن بهت آخر سال میدن. یعنی این برای همین حباب سازه، چون مردم میصرفه که برن دارایی بخرن و این دارایی خریدنه حالا تو بازار بورس باشه، بازار ملک باشه، بازار ارز باشه، بازار طلا باشه، بازار خودرو باشه، این دارایی خریدنه سبب ایجاد حباب در کل بازارها میشه. خب این دو عامل، یه اتفاق سوم هم افتاد، این دو عامل بنیادین کسری بودجه و نرخ بهره واقعی منفی، در کنار این دو اقداماتی که برای مبارزه با پولشویی انجام شد مثل گرفتن جلوی پوزا، گرفتن جلوی امضای پشت چکایی که به صورت حامل صادر میشد و امثال هم، حالا نمیخوام وارد اون بشم، اینها سبب شد که امکان سفته بازی تو بازارهای موازی از بین بره، امکان سفته بازی در اقتصاد زیرزمینی ما کم بشه، راحت نتونن پول تو بازار ارز ببرن، راحت نتونن پول تو بازار طلا ببرن. اینها سبب شد که عملا تنها کانالی که باقی موند که این سیل ویرانگر بهش بزنه بازار بورس ما باشه. و جانم میخوام بپرسم که این شما معتقدید که در واقع اگر بورس به این شکل رشد نمیکرد بقیه بازارها هم رشد نمیکردن، به این نتیجه میخواییم برسید؟ نه اصلا الان اون بحث و کاری نداریم و من دارم میگم که آقا رشد بورس به دلیل کسری بودجه، نقدینگی، نرخ بهره منفی است. دلیلش اینه. ما هیچ وقت نمیگیم که عامل تورم بورسه. ما میگیم عامل رشد بورس تورم و تورم پنهان که میشه همون رشد حجم نقدینگیه. ما هیچ جا نگفتیم عامل عرض کنم که ایجاد تورم بورس یا بورس عامل ایجاد تورمه. کجا خب گفتیم؟ اتفاقا خیلی ها معتقدن که رشد بورس نه تنها، چون شما توی مفاد نامتون اشاره داشتید به این که این رشد شاخص و رشد قیمت ها در بازار سهام باعث تسریع یا افزایش سرعت تورم میشه. اونو توضیح میدم، اونو گفتم دیگه، ما فقط تنها حرفی که زدیم اینه، ما میگیم این بازدهی 7-8000 درصدی در یک بازار کل تعادل ها رو در کل اقتصاد به هم میریزه و با کوچکترین تکانه‌ای که به این بازار وارد شه، این حجم عظیم اگر بخواد بیمه‌گری دولت پشتش باشه، بیمه‌گری حقوقی ها پشتش باشه، اون سرمایه های حقیقی سفته باز اینا میان تو بازار ارز، میان تو بازار ملک. خب ما به ازای اون پولی که سبب از بازار خارج شده یه پولی هم وارد بازار شده، یعنی یه تعداد یه بخشی از نقدینگی هم اونجا قفل شده. نه عرض کردم اگر با بیمه‌گری دولت همراه باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر بانک ها وام بدن به زیرمجموعه‌شون که آقا برید سهام بخرید. حالا اونو بهش میرسیم. این فاجعه است. نه اگر بیمه‌گری دولت اتفاق نیفته پس شما معتقدید که اونقدری هم تأثیری رو تورم نمیذاره. اگر بیمه‌گری دولت اتفاق نیفته فقط از کانال افزایش نسبت پول به شبه پول اثر میذاره، اثر منفی، و از پایه از کانال کاهش میزان مصرف، به حالا اینا خیلی بحث فنی میشه ولی چون کاهش میزان مصرف رخ میده، چون که مردم حس میکنن که اگه الان پس انداز کنن بذارن مثلا تو بازار دارایی، این سبب میشه که تو آتی بیشتر بتونن مصرف کنن، داراییشون میره بالا دیگه، بازدهی بالایی داره میده. این از این مسیر باعث افزایش میزان پس انداز و کاه همین اتفاق نمیتونه برای ملک و ارزم بیفته. اگر چرا میتونه بیفته؟ فرقی خب نمیکنه. پس بورس به عنوان یک نوسانگیر یا یک ضربگیر نقدینگی آیا عمل نکرده در چند ماه گذشته؟ ببینید نه. و نباید از این استقبال کرد؟ نه ببینید، درسته که اگر بازار بورس نبود، اگر بازار سهام نبود، این حجم بالای نقدینگی که ما ایجاد کرده ممکن بود به بازارهای دیگه بزنه و تا تاریخی با بازار سهام نقشش در ایجاد یک مانعی، یعنی ایجاد یک فضایی برای نرفتن اسمارت مانی به سمت بازار مسکن و بازار ارز مهم بود، اما از جایی که دیگه نرخ بازدهی بره بالای 200% 300%، حالا چه برسه با این نرخای عجیب و غریب، این دیگه قابل چیز نیست، این دیگه خودش دامن میزنه به همه انواع عدم تعادل ها در اقتصاد کشور. حالا من میخوام به این برسم،
گفتم نقدینگی نرخ بهره واقعی بسیار منفی که در تاریخ ایران بی سابقه بوده، کم سابقه بوده، در کنار جلوگیری از تراکنش ها که کار خوبی بود، جلوگیری از تراکنش های غیر قانونی و امثاله ها، سبب ورود پول به این بازار شد. این یعنی چی؟ یعنی تقاضای بسیار زیادی در این بازار شکل گرفت. خب ایراد این چیه؟ هیچی. این میتونست ضربگیر هم باشه، میخوام برسم به حرف شما ها، اما ما از این فرصت استفاده نکردیم. دولت از این فرصت استفاده نکرد. با شما کاردان آیا دولت از این فرصت استفاده نکرد؟ دولت چه کار کرد؟ دولت رفت به جای اینکه ما بیایم موانع رو برداریم که این سیل ویرانگر داره میاد اینجا شکل، اینجا جای بگیره، یه بازدهی معقول کوچکی داشته باشه که معقولم باشه. ما درصد شناوری افزایش نداره، درصد شناوری بورس در 3 سال گذشته تقریبا ثابت بوده، هولوش 20% بوده. یه شرکت بزرگی مثل خلیج فارس الان تابلو درصد شناوریش 9% ولی درصد واقعیش 5%، چون خود بزرگا خریدن. البته سهام عدالت داشت عرضه میشد و سهام عدالت به شناوری بازار خیلی کمک میکرد. دقیقاً همون هم دیر انجام شد. ما راجع به همون هم بارها تذکر دادیم، بازار بارها نوشتیم که آقا سریع سهام عدالت رو عرضه کنید، سریع سهام دولت در بورس رو عرضه کنید، نرید سراغ راه حل‌های غلط و نادرستی مثل ETF و امثالهم. سریع عرضه کنید به مردم، بذارید این آتش، این حجم تقاضایی که به اون دلایلی گفتم وارد این بازار شده، این پوشش داده بشه. ولی چی شد؟ حجم عظیم تقاضا اومد، بازار دچار asset shortage به اصطلاح مالی شد، یعنی بازار دچار کمبود میزان دارایی شد. شما وقتی که 20% فقط قابل معامله است، خب طبیعیه که این حجم عظیم تقاضا رو نمیتونی جواب بدی. یک، دو، حالا کمبود دارایی قابل معامله داری، یه دفعه باید سهام بره بالا دیگه. شما یه چیز دیگه داری اسمش چیه؟ دامنه نوسان. دامنه نوسان 5% که در هر روز تاچ میشه. دامنه نوسان، کسایی که اینو گذاشتن نفهمیدن دامنه نوسان یعنی چی. دامنه نوسان تو دنیا سالی یه بار ممکنه توی اقتصادی به علت یه پنیکی سالی یه بار تاچ بشه، 10 سالی یه بار تاچ بشه. دامنه نوسان که هر روز تاچ میشه که دامنه نوسان نیستش، که یه محدودیت بزرگ برای بازاره. حالا شما دامنه نوسان گذاشتی، حجم مبنا گذاشتی، یعنی بازارت اوور رگولیتده، بازارت آلردی به شدت مقررات گذاری شده است، از اون بر asset shortage داری، کمبود دارایی داری، دارایی نداری به مردم عرضه کنی، از این بر نمیذاری ارزای اولیه به موقع بیاد، هی جلوی پاشون سنگ میندازی، از این بر نمیذاری مجوز نمیدی به شرکت های سبدگردان، از این بر مجوز نمیدی به انواع سرمایه گذاری غیر مستقیم که بیان دارایی مردم مدیریت کنن. مردم عادی رو داری میندازی جلوی گرگ که یه سری شاخ اینستاگرامی، یه سری شاخ بورسی بیان ایجاد بشن، پول مردم رو بگیرن، مردم رو ببرن با یه سهام رو بات کنن، پشت یه سهام بیفتن، پول مردم یه دفعه 10 برابر 20 برابر بشه، بعد بگن آقا اینا عجب اساتید بزرگی هستن. از این پیشنهادهایی که شما تا اینجا مطرح کردید هر کدومشون احتیاج به مصوبات و دستورالعمل‌ها و لوایح و هیچ کدوم نیاز به اینا نداشته. الان شما شورای سران سه قوه دارید، ببخشید شما میری چطور پارسال تونستن برن مالیات بر خرید و فروش بورسی رو کم کنن تو شورای عالی سران قوا با 1 ساعت لابی؟ نمیتونستن اینا رو حل بکنن؟ این حرفا چیه؟ الان که دیگه اتفاقا مسئله بروکراتیک وجود نداره که. حالا من میخوام بگم این قانونگذاری بیش از حد در کنار این کمبود دارایی ها سبب شد که عملا اون سه عاملی که گفتم، نقدینگی، نرخ بهره بسیار منفی و بستن راه تراکنش ها به سمت بازارهای غیر رسمی، اون سه عامل رو تشدید کرد. چرا؟ چون این حجمه اومده روزی داره 5% بازار همینطوری 8 ماه داره متوسط روزی 3.5-4% داره مثبت میخوره. خب این چه پیام مخابره میکنه به مردم؟ مردم فکر میکنن این بازار، بازار بدون ریسکه، همش داره میره بالا. وظیفه اقتصاد خونده هاست، وظیفه اوناییه که میفهمن این مسیر غلطه بیان هشدار بدن، وظیفه ما بود بیایم بگیم این مسیر غلطه. ما روی مسئولیت اجتماعیمون اومدیم گفتیم آقای دولت، آقای مردم، این مسیر غلطه. برای همینم ما میتونستیم خصوصی منتشر کنیم،
ولی مخصوصا عمومی منتشر کردیم، چون دولت که گوش نمیداد یک دو، ولی گفتیم هر کی گوش میکنه حداقل به حرف اقتصاد خونده ها بیاد گوش کنه، بیاد گوش کنه بدون این بازار خطرناکه دیگه. این دور ما بهش میگیم لوپ فیدبک مثبت. یه لوپ فیدبک مثبت ایجاد شد که مداوم هر روز بورس داره رشد میکنه، رشد های خوب، طرف پولش رو میذاشت، بعد یه ماه دید اه پول من دو برابر شده، چه بازاریه، تا حالا ما کشفش نکرده بودیم. اگر نمودار شماره قبل از اینکه به اون نمودار برسیم، من یه خواهشی دارم. شما اشاره کردید به مسئولیت اجتماعی، فکر نمی‌کنید انتشار این نامه به اون شکل به صورت سرگشاده دوچار بازار رو دوچار پنیک کرد و اتفاقا برخلاف اون چیزی که شما تمایل داشتید یه مقداری بازارها رو ملتهب‌تر کرد؟ نه کامل من با این مخالفم، براشم اوییدنس دارم. اول اینکه این نامه 16 تیر منتشر شد، 50 روز بعد بازار شروع کرد به ریزش. اگر پنیک یعنی اینکه یه اتفاق میفته همون لحظه رو بازارهای مالی، البته ضرورت در نداره همون روز اثر بذاره، اب نداره طول بکشه تا به دست آدمو برسه، نه اب نداره یه روز دو روز قرار نیست 50 روز طول بکشه. تقریبا تو فضای رسانه‌ای اصلا صحبت حباب نبود تا قبل از انتشار اون نامه. چرا خود آقا خود من که بیشتر از 10 تا توییت کردم راجع به اینکه بازار خطرناکه. خب این نامه ما هدفمون این بود همه گیر بشه اتفاقا. خب اگر همه گیر میشد که بازاری که به شدت رفته بالا الان به شدت اومده پایین. حالا من سوال بعدی بازار شد... ببینید بازاری که به شدت میره بالا به شدت میاد پایین. هر کاری بکنید. خب شما این روند رو تسریع نکردید. آقا با اصلا فکر کن تسریع کردیم. بازار تا کجا می‌خواست بره بالا؟ بازار تا 2.70 رفته، تا 2,070,000 واحد این بازار رفته. میخواست بره 3 میلیون، میخواست بره 4 میلیون، 5 میلیون، 6 میلیون، 8 میلیون، بالاخره یه نقطه این بازار میریخت دیگه. از یک ماه اینجا هشدار دادیم از 1.5 میلیون واحد به بالا بازار خطرناک، مردم نباید میرفتید توش، اینجا گفتیم و بازار هولوش همین بوده و ما به مردم، ما میخواستیم مردم عادی بدونن فقط 4 تا سفته باز نباشن. من حالا توضیح خواهم داد توی نقش سفته بازان که چجوری سفت بازان خالی کردن، خودشون اومدن بیرون، مردم عادی رو تو بازار نگه داشتن. ما میتونستیم خودمون این کارو بکنیم، خودمون به یه سری افراد بگیم این کارو بکنن، به جای اینکه خودمون بیایم نامه سرگشاده منتشر کنیم به مردم بگیم. اگر این پنیک نیست، اوورولیو بازار باید بریزه میریزه، ولی اگرم پنیک باشه بعد 50 روز اتفاق نمیفته که. بالاخره مردم باید همه حرفی تو بازار باشه. یه عده میگن بازار میره بالا، یه عده میگن بازار میاد پایین. بازار سهام بازار خرید و فروش پیش بینی هاست. شما دارید پیش بینی آینده خودتون رو محقق میکنید. اگر پیش بینی میکنید سهام میره بالا میخرید، اگر پیش بینی میکنید داره میفته میفروشید. بازار خرید و فروش پیش بینیه. حالا یه عده اقتصاددان، اقتصادخوان، هر چی میخواد بهشون بگید، اینا اومدن این وسط گفتن آقا این بازار خطرناکه مردم، احتیاط کنید. بعد خود این سفته بازار قبل از این ما آمار داریم، ما بررسی کردیم، ما کیس داریم راجع به این. خود این سفته شاخهای بورسی خالی کردن، مردم رو اونجا نگه داشتن. حالا من این رو توضیح میدم که چه اتفاقی توی اون بخش توضیح میدم که چه اتفاقی داره میفته از اون منظر و چقدر خطرناکه. ذهنیتتون این بود که در واقع مردم بیشتر در واقع در جریان قرار بگیرن. به نظر میاد که این نامه مخاطبش سیاستگذاره. خب این موضوع. بله مخاطب سیاستگذار. موضوع دوم. ولی اگر که چرا پیشنهادهای ارائه نکرد؟ اگر مخاطب فقط سیاستگذار بود، همینجا بمونه. اگر مخاطب فقط سیاستگذار بود، ما نامه رو خوب. اگر که چرا پیشنهادهای ارائه نکرد؟ اگر مخاطب فقط سیاستگذار بود، همینجا بمونه. اگر مخاطب فقط سیاستگذار بود، ما نامه رو خصوصی منتشر میکردیم. مردم عادی اوکی. ببین رسالت ما، من حداقل خودم رو بگم، رسالت من اینه که مردم عادی که زندگیشون رو طرف فرشش رو فروخته، یخچالش رو فروخته، خونهش رو فروخته، ماشینش رو فروخته، اومده گذاشته تو این بازار، ما تو شاخص 1.6% بهش گفتیم خطرناک. حالا گوش نکرده به ما. بازار فکر کن میشد 3، فکر کن میشد 8 و این خارج نمیشد. و خیلی های دیگه تو این فرایند، بعضیا تو 2 می اومدن، بعضیا تو 3 می اومدن، بعضیا تو 4 می اومدن و این لوپ فیدبک مثبت یه دفعه میدیدی 50 میلیون ایرانی اومدن. الان کدای فعال هولوش 8-9 میلیونه. ولی فکر کن 8 میلیون میشد 70 میلیون، میشد 50 میلیون.
اینا اومدن و یه دفعه خیلی هاشون تو شاخص 8 میلیون اومدن، شاخص 7 میلیون اومدن، شاخص 6 میلیون اومدن. بازار چقدر میارزه؟ 1 میلیون، 1.5 میلیون مثلا، هرچی. چه اتفاقی میافتاد؟ سقوطی بازار میکرد که طرف مثلا اگر ماشینشو فروخته 100 میلیون اومده گذاشته تو بازار، پولش میشد 10 میلیون اگر مثلا شاخص 7 میلیون میومد. آخه نمیشه که مداوم یه عده بیان بگن آقا بورس میره بالا، داره میره بالا، مردم بیایید بخرید، بیایید بخرید، مداوم هم بره بالا به خاطر مواردی که عرض کردم، مداوم هم بره بالا به خاطر اشتباهات سیاست گذار و به خاطر عدم حرکت دقیق سیاست گذار، مداوم بره بالا، بعد مردم هم هی وارد این بازار بشن بگن آقا اقتصاددان ها که بی خودی میگن، اگر این بازار میرفت تا 7 میلیون، میرفت تا 3 میلیون، میرفت تا 4 میلیون، مگر این شاخ بورسی معروف نگفت میشه 8 میلیون بازار؟ تو بازار چقدی گفت؟ تو بازار 1 میلیونی گفت بازار میشه 8 میلیون. بعد اگر این اتفاق میافتاد که ما اشتباه کرده بودیم، خب میگفتن آقا این اقتصاددان ها اشتباه کردن. اگرم اتفاق حالا که بازار ریخته بعد 50 روز از نامه ما، میگن آقا تقصیر اینا بود. نه آقا، تقصیر این، یک تقصیر سیاست گذار است، دو تقصیر شاخهای بورسی، سفته بازان بورسی و اونهایی که به اینا اعتماد کردن و مردمی که به اینا اعتماد کردن اومدن داخل این بازار. یعنی شما مداوم مردم رو بگی آقا بازار میره شاخص اینقدر داره میره بالا، مردم بیاید، مردم میبینن آقا 8 ماه پیش، یه سال پیش همش همین بوده، مردم بدبخت پولاشونو میارن تو این بازار، بعد چی میشه؟ خب ما موظف بودیم هشدار بدیم، بله میدونستیم برامون هزینه داره، من میدونستم این هزینه داره، ولی گفتم من وظیفه انسانی، وظیفه شرعی، وظیفه اخلاقی اینه که این نامه رو امضا کنم و پشتش وایسم چیزی که درسته. ما اجازه نمیدیم یه سری شاخ اینستاگرامی با یه سری مسئول نفهم دولتی مردمو به خاک سیاه بشونن. ما اجازه نمیدیم در حد خودمون هر چقدر که توانمون هست، توانمون نامه بنویسیم دیگه، نمیتونیم که کاتیوشا بزنیم به مثلا چیز، میتونیم نامه بنویسیم، نامه مینویسیم و ما به عنوان اقتصاددان منافع عامه مردم رو در نظر میگیریم. منافع عامه مردم هم همین 8 میلیون 9 میلیون کد فعال بورسیه، همون 80 میلیون، همون 80 میلیون، فقط این 8 میلیون نیست. این 8 میلیون فکر نکنن سود کردن، اینا عدد رقم تو کامپیوتره. تو پول 100 میلیون بوده شده 2 میلیارد، عدد رقم تو کامپیوتره. 4 تا سهم باد کردن، پشت 4 تا سهم زدن. من الان یه عددی بدم که تا به حال داده نشده، ما الان 100 و چند کد حقیقی فردی بالای 1000 میلیارد تومان داریم، بالای 1000 میلیارد تومان طرف داریم. این پشت هر سهم اینا برن، یه دفعه یه دونشون بره، اون سهم کلن باد میشه میره بالا، اعتبارم میگیرن. حساب بکنید چه اتفاقی میفته. همه هم که مردم عادی هم که نگاه میکنن ببینن تو این اینستاگرام این چی نوشته، تو اینستاگرام اون چی نوشته و بر مبنا اینا خرید میکنن. من این رو عرض بکنم که حالا من داستان رو گفتم که این اتفاق افتاده، حالا بایدها و نبایدها هم دارم، اگر شما میخواید سوال بپرسید در خدمتتونم، ولی روند فعلی رو من هنوز بسیار خطرناک میدونم. دولت داره بسیار بد عمل میکنه، متاسفانه سفته بازهای بورسی بسیار دارن خطرناک عمل میکنن. ببینید دو حالت وجود داره، یا این سفته بازهای بورسی آدم های باسوادی هن، ما دعوای شخصی با کسی نداریم، دعوای ما دعوای مردمه، هیچ منفعتی هم این وسط نداریم، هیچ پستی هم نداریم، هیچ کدوم از این اقتصاددانانی که امضا کردن هیچ پست دولتی ندارن، شاید یکی مشاور باشه یه جایی فلان، ولی پست نداره، همه آدمای مستقلن، اصلاح طلب توشون هست، اصولگرا هست. این که بگن آقا اینا اصلاح طلبن، اصولگران می‌خواستن دولت رو زمین بزنن، دولت رو بالا ببرن، هیچ کدوم از این حرفا درست نیست، چون هم توشون اصلاح طلب خیلی تند هست، هم توشون اصولگرا خیلی تند هست. ولی اینها اومدن اعتماد کنیم به اقتصاددانای خودمون، اینا اومدن توی یه فضای به هم جمع‌بندی رسیدن، به مردم گفتن مردم این شاخص از الان به بعد بازار پر ریسکه، بدونید بازار پر ریسکه، اگر دولت بهتون نمیگه بدونید پر ریسکه،
اب نداره، بازار پر ریسک هم آدمای خودشو داره، ولی بذارید اونا وارد این بازار بشن، هر کسی وارد این بازار نشه چون زندگیش از بین میره، همه داراییش از بین میره. این سفته بازان بورسی آقای آردم، این شاخهای بورسی، اینها یا میدونستن داره، اگر بلدن میدونستن حبابه و میدونستن این میریزه، اگر بلدن، اگر سوادشو دارن و داشتن و خودشون خالی کردن، حالا ما آمار داریم، برخی هاشون حسابی خالی کردن، تلکه کردن مردم رو، سهامای خودشون رو فروختن به اون کدای حقیقی بدبختی که میخواستن سهام بخرن، رفتن تو کلاسای اینا، سیگنالای اینا شرکت کردن، سهامای خودشون رو فروختن، خودشون خارج شدن، مردم بدبخت رو تو سهامی که 400 تومن هم نمیارزه 8000 تومن به مردم فروختن و الان اون سهام شده 4000 تومن و پایین تر هم خواهد اومد. اون آدمه چیکار کنه؟ با 8000 تومن رفته چیزی که 400 تومن میارزه خریده. گنجیش کجای قناری به شما غالب کردن؟ سفته بازان بورسی گنجیش کجای قناری به شما غالب کردن، پول قناری رو ازتون گرفتن. و این که ما اگرم این سفته بازان نمیدونستن، بلد نبودن، نفهمیدن بازار حباب داره، که نشون میده که سوادشو نداشتن، پولی که گرفتن به واسطه این رشد نقدینگی و رشد شاخص کلی بوده و به واسطه سواد و دانشی نبوده. یه عده سفته بازا اینجوری هم 70% اینجوری هم، چیزی که ما همینطوری رصد کردیم 30% هم فرار کردن و از بازار خب خارج شد. شما مطالبه گریتون رو چرا روی این موضوع تمرکزش رو قرار ندادید که چرا از شرکت ها مطالبه گر نشدید، از دولت مطالبه گر نشدید که بازار رو جذابتر کنه، شرکت ها سودآورتر بشن، قیمت گذاری ها محدودتر بشه، کشف قیمت ها حقیقی تر بشه، رانتی وجود نداشته باشه؟ چرا در واقع فقط این ور ماجرا رو تحت انتقاد قرار دادید؟ کدوم ور ماجرا؟ ما که همه اینا رو گفتیم، ما اتفاقا گفتیم آقا عرضه ها رو زیاد کن، عرضه اولی ها راحت کن، بذار مردم غیر مستقیم بیان بخرن. فضای سود و زیانی شرکت ها رو میگم، شرکت هایی که سهامشون داره تو بازار معامله میشه، ما هزار جور قید و بگیر و ببند داریم که در واقع این بازار رو غیر جذاب میکنه. خب همین پولی که اومده بود رو میشد در واقع به فال نیک گرفت، از اون طرف در واقع بازار رو جذاب تر کرد، فشار رو روی سیاستگزار به طریق دیگری آورد. چجوری بازار رو جذاب کنه؟ شما یا ببین آقا این حجم تقاضای بالا اومده، یا عرضه متناسب با اون به مردم میدی، یا اینکه قیمت میره بالا دیگه. این که دیگه بدیهیه که یه سیب هم اصلا شما داری، دو تا سیب داری، اگه 100 تومن داشته باشی قیمت هر کدوم 50 تومنه، اگر 1000 تومن داشته باشی قیمت هر کدوم 500 تومنه، مگر اینکه تعداد سیباتو زیاد کنی. من منظورم بیشتر سیاست هایی مثل ارز چاردیویستی، مثل رانت هایی که به دلال ها داده میشه. یه چیزی که نوشتن آقا چرا شما نامه چاردیویستی دیگه ننوشتید؟ ما راجع به ارز چاردیویست نامه نوشتیم مردم، ما راجع به ارز چاردیویست نامه نوشتیم، راجع به کرونا و ابعادش و دادن 1,000,000 به هر خانوار، این ایده اقتصاددانا بود تو نامشون مطرح کردن، دولت نمیخواست این کارو بکنه ولی این کارو کرد، میخواستن فقط به بنگاه ها بدن، ما گفتیم به مردم باید بدید نه به بنگاه ها. ما راجع به کرونا نامه نوشتیم، ما راجع به ارز 4200 نامه نوشتیم، ما راجع به شما کمک کن دیگه، راجع به چیا ما نامه نوشتیم توی فضای عمومی کشور، ما راجع به چیزای مختلف، ما راجع به بنزین هم نامه نوشتیم، بله ما راجع به بنزین نامه نوشتیم. و ولی تهش میشه این سیاستگزار گوش نمیکنه، مثل همین مورد که گوش نکرد. تو اینجا کدوم یک از راهکارهای ما رو گوش دادن؟ همش چیزایی بود که از قبل داشتن انجام میدادن، ما گفتیم تصریح کنید، از فروردین هم بهشون گفتیم هیچ کدوم انجام ندادن. بعد الان میگن آقا اقتصاددان، نه خیلی اقتصاددان باعث نشدن، چیزی که باعث ریزش شد این بود که بازار اوورولیو بود، در هر صورت میریخت و اگر قرار بازار بریزه آقای آردم باید تو هر نرخ پایین، ببین یا این قیمت ها الان باید تو هر نرخی که پایین تره بریزه تا بره نرخ بالاتر بریزه، تا قیمت بالاتر بریزه. من الان بعضی ها میگن این حباب نیست دیگه، میگن این حباب نیست و بازار خوبه. خب اگر حباب نیست که برن بخرن، اگر فکر میکنن حباب نیست برن بخرن، و اگرم حبابه که بذار تخلیه بشه آروم آروم. اگر قیمت میرفت 3 میلیون واحد میشد شاخص، بعد میدهش که خیلی خطرناک. اون کسایی که معتقدن بازار حباب نیست معتقدن که
در واقع این پنیکی که ایجاد شده در بین آحاد عمومی و این فشار عرضه‌ای که پیش اومده، اون باعث شده که قیمت‌ها بریزه و حالا جلوی اون رو هیچ در واقع تقاضایی نمیتونه بگیره. نه ببینید، پس باید به این سر جنبندی برسیم، بازار حباب هست یا حباب نیست؟ بله، بازار حباب هست یا حباب نیست، و این رو من الان نمودار هم آوردم، این رو میتونیم توضیح بدیم. ولی اگر بازار حباب نباشد، ببین اگر بازار حباب نباشه، اگر همینایی که من فقط خواهش میکنم اگر ممکنه یه مهلتی یه تنفسی بگیریم، بخاطر اینکه لایو الان اتوماتیک بعد یه ساعت قطع میشه. ما اون آیتمی که در واقع پخش کردیم براتون رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم، هم یه تنفسی بگیریم، هم اینکه وارد بخش دوم گفتگو بشیم. خدمت شما هستم با ادامه گفتگو. جناب آقای الحسینی،
راجب حباب بازار صحبت میکردیم، بازار حباب داره یا حباب نداره؟ الان بعد چون شما اون زمانی که نامه رو منتشر کردید شاخص تقریبا تو همین محدوده ها بود، بله. الان بعد دو ماه رفته یه سقف زده برگشته به همون محدوده ها رسیده، الان بازار رو چطور میبینید؟ ببینید من ابتدا روند رو بگم تا به الان و آینده بازار برسم. اگر لطف کنید نمودار شماره یک رو نشون بدید. ببینید این پی ای بازار یا قیمت به درآمد بازار در یک روند تاریخی است. این در اقتصاد ایران همیشه حول و حوش 6.5-7 بوده. این واقعا کمه، واقعا 6.5-7 نگاه کنید روند رو، همیشه این بوده و این کمه. این نشون میده بازار در یک دوره طولانی اندرولیو بوده. اینو ما قبول داریم و اعتقاد داریم، من حداقل قبول دارم و اعتقادم اینه. اما اینکه چقدر اندرولیو بوده نمیتونیم بفهمیم. اینکه الان آیا ما پی ای آمون اومده پایین تر، رسیدیم دوباره به سطوحی که حالا شاید بشه گفت ببینید ما نامه رو تاریخی زدیم که بعدش هم پی ای تو همون رنج چیز کرده بعد اومده پایین، آیا این پی ای فعلی، آیا پی ای مناسبی است یا نه؟ ببینید اگه ما پی ای فوروارد رو ببینیم خب از این کمتر میشه. پی ای فوروارد الان به نظر میرسه، حالا با شاخصایی که خود من دارم، حالا بقیه دوستان ممکنه نظر دیگری داشته باشن، ولی پی ای فوروارد الان هول و هوش مثلا 17 16 این هاست. خب پی ای فوروارد باید چند باشه در اقتصاد ایران؟ من نمیدونم. چرا نمیدونم؟ چون نرخ بهره منفی الان داریم. وقتی میشه پی ای فوروارد رو درست اندازه گیری کرد؟ وقتی میشه فهمید بازار واقعا اندرولیو بوده قبلا، الان داره سعی میکنه برسه به اون قیمت هایی که خیلی بسیار تاریخی پایین بوده، که نرخ بهره حقیقی مثبت باشه، اثر نرخ بهره حقیقی نباشه که داره بازار رو باد میکنه. اون موقع میشه گفت معمولا همون بهره اسمی رو قرار میدن، در واقع بهره اسمی هم میتونه به عنوان رقیب بازار در نظر گرفته بشه. یعنی اگر اینطوری بخوایم در نظر بگیریم باز باید پی بی ای بازار برگرده رو 6 7 مرتبه. اصلا بحث رقیب نیستا. ببینید شما وقتی که نرخ بهره حقیقی تو منفیه، این خودش اصلا حباب سازه، نمیشه قیمت واقعی رو بهش رسید. شما میخواد قیمت واقعی ببینید بازار کجا میشینه، باید نرخ بهره حقیقیتون درست باشه تا اون وقت معلوم بشه اندر والیویشنی که قبلا داشتی چه اثری در حال حاضر میذاره و بازار رو کجا میشونه. اما من چند تا شاخص دیگه هم نشون بدم. پس شاخص اول پی‌ای بود. تخمینتون از سوداوری بازار آخر برای سال 99؟ آخر میخوام بگم این رو میگم، من حتما راجع به این که فکر میکنم بازار به کجا میره، آینده بازار بورس چیه، سرمایه گذاران الان چه کار بکنه، نظر خودم رو میگم. این نظر 25 نفر نیست، نظر شخص منه. این رو خواهم گفت در انتهای لایو، شما بپرسید من میگم. من چند تا شاخص دیگه هم بدم که ما چی شد نگران شدیم. پس یکی پی ای بود، پی ای بازار همیشه 7 بود، یه دفعه شده 30 و فراتر از 30. دو، نمودار شما دو رو اگر لطف کنید نشون بدیم، ارزش بازار به جی دی پی هست. یکی از خوانندگانتون هم شما به من گفتید سوال کردن که چه ربطی داره ارزش بازار به جی دی پی. این بهش میگن مارکت کپ به جی دی پی ریشیو. این به شاخص وارن بافت مشهوره در ادبیات مالی بین الملل. این شاخص یعنی چی؟ این شاخص رو یعنی اینکه ببینید بازارهای دارایی، کلن بازارهای دارایی بزرگ یه نسبتی با تولید ناخالص داخلی دارن. مثلا الان این نسبت برای بازار مسکن ما هول و هوش، بازار مسکن الان هول و هوش 16-17 مسکونی فقط 17000 میلیارده و جی دی پی ما هول و هوش 2500 میلیارد. خب خیلی بیشتر از بازار بورسه، ولی ترند هم نگاه میکنی میبینی باز ترندش هم همینه، روندش هم همینه، از روندش جلو نیست. چیزی که برای ما ایجاد خطر کرد این بود که ارزش بازار به جی دی پی در بازار بورس
روند رو ببینید، اصلا روند غیر عادیه. خب چرا نمیتونیم به این نتیجه برسیم که بازار دوچار پارادایم شیفت شده؟ من خودم تا الان خودم از کسانی هستم که تو فروردین و اسفند گفتم بازار دوچار پارادایم شیفت شده. تا اون موقع آره، شما میگفتی آندر ولیو بوده قبلا، الان بازار شاخص اومده روی 400,000 500,000 حالا 600,000 700,000 و این دوچار پارادایم شیفت شده. مردم عادی خیلی مرد، یعنی یه دفعه حجم کدای بورسی از 1,000,000 کد فعال بورسی شده یه دفعه 5,000,000 کد فعال بورسی. این پارادایم شیفت برای یه بازار، قطعا پارادایم شیفت. اما این که یه دفعه نمودار اگه دوباره نشون بدید، این که یه دفعه شما مارکت کپ به جی دی پی از متوسط 40% در تاریخ بورس تهران برسه به 300%، این اصلا غیر عادیه. الان من به شما بگم مارکت کپ به جی دی پی تو دنیا، آمریکا 250%. آمریکا که دیگه بازار مالیش پیشرفته ترین بازار مالی جهانه. اینو آقای وارن بافت به عنوان شاخص حباب مطرح میکنه، میگه میخواید ببینید حباب بازار یا نه، به این شاخص نگاه کنید. این الان برای هنگ کنگ که بالاترینو داره، بله هنگ کنگ یک کشور بسیار کوچکی است با یه بازار همه چیش مالیه دیگه، مرکز پولشویی به نحوی در جهان، سنگاپور، هنگ کنگ، اینا بازارهای مالی بسیار پیشرفته دارن و در این حال مراکز پولشویی هم البته هستن. بازار مالی بسیار پیشرفته اینها سبب چی شده؟ اینکه این نسبتشون بسیار بالاست. ولی همین دو کشورن الان، بعد ایرانه، بعد آمریکاست، بعد میای بقیه دیگه رو هولوش 70%، 80%، 50%. الان گلوبال وارن بافت ایندکس که شاخص شاخص مارکت کپ کل بازارهای بورس جهان از جمله بازار تهران به جی دی پی کل جهان هست، اون الان شده 103%. خب اگر بازار دوچار پارادایم شیفت شده در ایران، الان باید کجا بشینه؟ در واقع جی دی پی نسبت ارزش بازار به جی دی پی کجا باشه بهش میگیم که در واقع حباب نیست بازار؟ ببینید، یعنی برای این ملاکی داریم؟ نه برای این ملاکی نداریم، همینجوری به صورت تجربی اعداد میگن ولی اونا دقیق نیست واقعا. ولی ببینید ترند مهمه، روند حرکتی مهم، این روند غیر معقوله. من داشتم میگفتم چرا ما نگران شدیم وقتی فعالای بازارم 4-5 برابر شدن، چرا این غیر معقوله؟ برای اینکه جی دی پی ربطی به تعداد فعال بازار نداره. شما جی دی پی این بازار اصلا موضوعیت نداشته تا دو سال پیش، الان موضوعیت پیدا کرده، ارزش خودش موضوعیتش از آمریکا، از بازار آمریکا بیشتر شده، از بازار بورس آمریکا، اون نقشی که بازار بورس تو اقتصاد آمریکا داره با نقشی که بازار بورس بازار ایران داره تو اقتصاد ایران داره قابل مقایسه است؟ من نمیدونم، شما به نظر شما قابل مقایسه؟ اصلا قابل مقایسه نیست، با چون که پیشرفته ترین ابزارهای مالی، بیشترین استفاده شرکت ها از تأمین مالی غیر بانکی تو بازار امریکا اتفاق میفته و بازار بورس اونجا نقش جدی داره. تازه نه خود بورس، بازار سرمایه، یعنی بورس و اوراق، بازار سهام و اوراق، ریشه فرهنگی نداره. الان تبدیل مثلا تو ایران تا پیش از این بازار ملک در واقع به عنوان مأمن سرمایه گذاری توی فرهنگ ما وجود داشته، الان بورس هم بهش اضافه شده. شاید تو در واقع آمریکا شاید بحث فرهنگی باشه، نمیشه اینجوری بهش نگاه کرد؟ نه نمیشه. ببین این رشد رو هیچ جوره نمیشه توجیهش کرد، این جهش رو هیچ جوره نمیشه توجیه کرد. اما این حرفایی که شما میزنی ممکنه درست باشه، من نمیدونم درسته یا نه، ولی اون وقت اینکه با این شاخص باید کجا بشینه، این حرفای شما موثره. شما میگی اوکی، ما دوچار پارادایم شیفت شدیم، دوچار تغییر در فرهنگ سرمایه گذاری در کشور شدیم، دیگه نباید 40% جی دی پی باشه، باید 100% جی دی پی باشه، باید 200% جی دی پی باشه. من نمیدونم، هر چی که تعریف میکنید اون پارادایم شیفت و اون تغییر فرهنگی رو، ولی این شاخص نشون میده که این روند غیر عادی است. این یکی از ابعادی بود که ما نگران شدیم. شاخص دیگه ارزش دلاری بورس هست که شماره 4 رو اگه لطف کنید نشون بدید. ببین ارزش دلاری بورس و فرابورسه. ببین ما کی نامه زدیم، بعد از اون ببینید چقدر ارزش دلاری بالا رفته و ارزش دلاری الان اومده تقریبا اون جاهایی که ما نامه زدیم، چون دلار خیلی الان رفته بالا به نسبت اون موقع، البته خیلی هم بالا نرفته، 2-3 هزار تومان بالا رفته،
این سبب شده که این الان نگاه کنید تقریبا همون سطحیه که ما نامه زده بودیم. این یه چیز دیگه ای بود که ما رو نگران کرده بود، ارزش دلاری. ببینید ارزش دلاری بورس فرابورس در ایران همواره متوسط هولوش 140 میلیارد دلار بود. خب دهه 90 که دهه مورد بررسی ماست، این یه دفعه دچار افزایش شده، بخشش به خاطر ارز اولیه هاست. ما اومدیم ارز اولیه ها رو کشیدیم، گفتیم اگر این ارز اولیه ها قبل از دهه 90 هم تو بورس بودن، این کل شرکت ها رو حساب کردیم، متوسط 140 میلیارد دلار شده 170 میلیارد دلار. هر جا اشتباه من میکنم شما من تصحیح کن اگه فکر میکنید بعد همین عدد باشه تا این 170 میلیارد دلار بازار میانگین بازار بورس، این بازار بورس با این ارزها با این شرکت هایی که الان هستن از جمله ارز اولیه. خب الان ارزش دلاری بورس فرابورس ما تا کجا رفته آقای آردن؟ سقفش تا 450 میلیارد دلار. تا 450 میلیارد تومان دلار، میلیارد دلار ببخشید، تا 450 میلیارد گفتم 450 میلیارد تومان الان عددی نیست، الان حقیقی هایی هستن که بیشتر از 1000 میلیارد تومان توی بازار بورس پول دارن، ولی 450 میلیارد دلار رسید ارزش دلاری این بازار. ارزش دلاری یعنی چی؟ یعنی من کاری ندارم دلار چنده، دلاری هر چقدر میارزیده این بازار با همون دلار با افزایش دلار الان چند میارزه. خب بورس تهران، من اینجا دوباره این نکته رو بگم، بورس تهران در 10 سال گذشته بالاترین میزان بازدهی دلاری رو در جهان داشته، بالاترین میزان بازدهی دلاری در جهان. اگه بازم ربطش بدیم به بعدش بورس نیوزلند که تقریبا 1/3 بورس تهران بازدهی داد. اگر بازدهی دلاری بدیم به فرهنگ سرمایه گذاری که تو دقیقا مثل همون نسبتی نه که... اینو میدونی به چی میشه، اینو ایرادی که میشه شو وارد کرد این نیست، ایرادی که میشه به این وارد کرد اینه که آقا از دهه 90 که ما تحریم هامون شروع شده، چون امکان ساخت خیلی از اینا رو شاید دیگه نداشتیم، فقط بحث قیمت دلار نیست، امکان ساختش هم نبوده، در نتیجه این ارزشی که سهامداران و فعالان بازار روی قیمت میذاشتن بیشتر از قیمت دلار، من اینو میپذیرم، این رو قبول دارم، حرف غلطی نیست، اما چند درصد؟ شما بگید چند عدد بدید. شما بگید، یعنی نه شما میگید حبابه. نه اونا میگن، نه من نمیگم حبابه، نه من نمیگم حبابه ها الان، و من میگم اتفاقا این به نفع بورس شد که حبابش آروم آروم تخلیه شد. من نگران این بودم بورس بره رو 3 میلیون و بعد بریزه، و نگران این آدمایی بودم که از 1.5 میلیون تا 3 میلیون وارد بورس میشن، اونها بیچاره میشدن. فعالین بورس، من خواهشم از سهامدارا اینه که شما خودتون رو نبینید که تو شاخص 300 هزار 200 هزار 700 هزار 1 میلیون 1 میلیون و 200 وارد بازار شدید، اونایی رو ببینید شاخص 2 میلیون وارد بازار شدن، اونایی رو ببینید که در آینده با این روند تو شاخص 3 میلیون وارد بازار میشدن و بعد یه دفعه کل دارایشون از دست میدادن، اونایی رو ببینید که با این روندی که داشتن، این جذبی که این شاخهای بورسی درست میکردن، تو شاخص 8 میلیون وارد بازار میشدن، بعد سرمایه های اینا چی میشد، تکلیف زندگی اینها چی میشد. شما سودتون رو کردید، سود خوبی هم کردید، نوش جونتونم، ولی به این فکر کنیم که آینده کشور چی میشه، به این فکر کنیم که اونهایی که تو این شرایط بد میومدن، تو این نرخ‌های بالا میومدن تو بازار، اونها چه بلایی سرشون میومد. ما همه هدفمون این بود که امکانی ایجاد بکنیم که مردم حداقل بدونن خطراتی وجود داره، و هدفمون هم این هست، و این روند رو هم ادامه میدیم که آدمایی که ریسک پذیر نیستن پایینه، ریسک گریزن، اینها وارد بازار نشن، چون با یه بالا پایین رفتن بازار سکته میکنه طرف، با یه بالا پایین رفتن بازار کل دارایشو از دست میده. خب من شاخص سومی که ما رو نگران کرد، عرض کنم که نمودار 5 رو اگه لطف کنید نشون بدین، حالا این خود شاخص کل زمانی که ما نامه زدیم و الان میبینید تقریبا به همون سطوح برگشته، و نگاه کنید رشد شارپی شاخص رو در این دورا، باید نگاه کنید بعد از اینکه ما نامه زدیم 50 روز بعدش همینطوری رفته بالا. اگر این واقعا اثر نامه بود که
دیگه انقدر طول نمی کشید که حداقل یه ذره متوازن می شد، می ریخت، یه اتفاقی می افتاد، هیچ اتفاقی با نامه ما تو شاخه نیفتاد. اگر لطف کنید نمودار شاخص هموزن رو هم نشون بدید، چون بعضی ها به شاخص کل ایراد میگیرن و میگن که شماره 7 و میگن که شاخص کل معیار نیست و درست هم میگن، حالا به دلایل مختلفی نمیخوامش بپردازم. این الان نمودار شاخص هموزنه که همه شرکت ها رو به یه اندازه وزن میده. نگاه میکنید باز این رشد شارپی رو توش مشاهده میکنید و خیلی تفاوتی با اون شاخص کل نداره. اگر لطف کنید اون نمودار 4 بازار رو هم نشون بدید. بعضی هم میگن که آقا مسکن هم همین شد، مسکن هم بالا رفته، ارزم بالا رفته، طلا هم بالا رفته. یک نموداری ما اینجا داریم همینه که این نمودار خیلی گویاست. ما اومدیم سال 89 رو گرفتیم سال پایه، نگاه کنید اون شروع همشون از 100 شروع میشن، یعنی سال پایه سال 89 و 10 سال اخیر رو اینجا اندازه آوردیم. تغییرات هر بازار رو وجات شدن اینها. نگاه بکنید ببینید که بازار بورس که آبی رنگ هست با اختلاف از بازار مسکن و با اختلاف از شاخص اونس جهانی اصلا خیلی غیر عادی شاخص این بازدهی دلاریشه ها، خود بازدهی هم نیست، بازدهی دلاری است، یعنی اثر دلار توش گرفته شده، اثر تورم گرفته شده، همینا گرفته شد. بازدهی دلاری بازار اصلا قابل قیاس 2-3 برابر بقیه بازارهاست و اصلا قابل قیاس نیست. در یه ترند بلند مدت هم از 10 ساله، 1 سال و 2 سال و 5 سال نیست، 10 ساله. و نگاه میکنید حتی بازار مسکن بازدهی دلاری منفی داره، این نشون میده مردم مسکن دارایی خوبی نیست. خب دارا مسکن حتی نمیتونه دلار رو پوشش بده. این که به ما میگن آقا اینا فعالین بازار مسکنن، نه خیر، همین نمودار نشون میده مسکن دارایی خوبی نیست. خیلی فکر نکنید بازار مسکن خیلی بتونه به اندازه دلار شما رو عجاس میکنه، بله، ولی نگاه بکنید حتی در دوره های قبلی که این رشد شارپ رو نداریم، بازدهی دلاری بورس از همه بازارها بیشتر. مشاهده میکنی؟ بازدهی دلاری بورس از همه بازار، هر پریود زمانی 5 ساله رو اگر در نظر بگیرید، بازدهی بورس تهران از بازدهی مسکن، طلا، ارز، خودرو، از همه اینها بیشتر. خب این که باید شما رو ترغیب بکنه که اتفاقا آدم ها رو تشویق کنید که بیشتر پولشون بیارن. قطعا ما این کار رو میکنیم، قطعا ما میگیم که بازار بورس بازاریست که کلی محاسن داره. قطعا ما خودمون، من خودم 20% پورتفوم همیشه تو بازار بورس، هیچ وقت هم درش نمیارم، حتی تو این شرایط که میدونستم میدونه گفتم این همیشه باید توی بازار بورس باشه، همیشه میذارم اونجا میمونه. ولی اینکه کسی خونهشو بفروشه، ماشینشو بفروشه، بیاره بذاره تو بازار بورس، این غلطه. ولی پول مازادی دارید برای سرمایه گذاری، میخواید پولتون ارزششو از دست نده یا میخواید افزایش ارزش پیدا کنه، بازار بورس قطعا بازار خوبیه. و ما خودمون کلی راجع به بازار بورس، تک تک این بازار سهام، هی منم میگم بازار بورس غلط هم است، راجع به بازار سهام ما تک تک این بچه های اقتصاددان، اقتصادخوان، هر چی میخواد بگید، تک تک اینا نوشتن، تک تک اینا، خود ما کتاب نوشتیم، ما یه فصل کتابمون راجع به بازار سهامه. بعد این همه آدم اومدن راجع به اینا مقاله نوشتن، یادداشت نوشتن، همین بچه‌ها، و گفتن چرا ما باید بازارمون عمق پیدا کنه، چرا ما باید درس مارکت کپ به جی دی پی زیاد بشه. خیلی اینا گفتن این بازار آندر ولیوه تو دوره های گذشته، اون موقع هم درست میگفتن ها، واقعا آندر ولیو بوده. شما بری دهه 70 قطعا بورس آندر ولیوه. ولی این که ما مردم رو اینجوری تشویق کنیم، این که شاخهای بورسی بیان فضای لوپ فیدبک مثبت ایجاد بکنن که مردم بریزید این سهمو بخرید، این 500% توی یه ماه بهتون میده، این میشه این فضایی که داریم. و سیاست گذاری غلط دولت که شما نمیتونی تقاضا رو درست مدیریت کنی، نمیتونی عرضه رو افزایش بدی، عرضه‌های اولیه رو افزایش بدی، نمیتونی عرضه متناسب با اون تقاضا ایجاد کنی، نمیتونی درصد شناوری رو افزایش بدی، نمیتونی
دامنه نوسان رو بر نمیداری که این نوسانات خودش رو نشون بده، 8 ماه باعث ایجاد توهم پولی نشه، باعث ایجاد این که بورس ریسک نداره نشه، که آدم معمولی نیان توش. از سمت دیگه ما قطعا مردم رو تشویق به حضور در بورس به صورت کلی، یعنی یک گزاره کلان شما بخوای از من که آه چجوری چه سرمایه گذاری بکنم، میگم حتما تو بورس پول داشته باش، ولی با توجه به ریسک گریزی و ریسک پذیریت میگم 5% پولت باشه، 10% داراییت باشه، 5% داراییت باشه، 20% باشه یا 50% باشه. اون دیگه بستگی به هر فرد داره که چه بکنه. اما این فل مجموع چیزهایی بود که ما رو نگران کرد راجع به بازار. دیدیم بازار روندش نگران کننده است، اون نامه رو زدیم که مردم مطلع باشن، مردم بفهمن، اینجور نباشه که مردم ندونن چه اتفاق میفته، 4 تا اقتصاددان بدونن، به دولت هم بگن، دولت هم هیچ کاری نکنه، مردم بدونن حداقل که چه اتفاق داره میفته. حالا مردم میتونستن به اقتصاددان ها گوش کنن، میتونستن به شاخهای بورسی گوش کنن، یه عده به اقتصاددان ها گوش کردن، یه عده به شاخهای بورسی گوش کردن و روی شاخص 2 میلیون واحد اومدن وارد بازار شدن. رو سهمی که شده 7000 تومان بوده، 150 خورده‌ای شده 7000 تومان، اومده سهمو خریده، الان سهمش شده 2000 تومان. یعنی این آدم اگر خونه‌شو فروخته باشه 500 میلیون تومان 1 میلیارد تومان اومده باشه، این سهمو تو 7000 تومان خریده باشه، اون 1 میلیارد تومنش الان تقریبا 2/3 پولش رو از دست داده، 700 میلیون 600 میلیون پولش رو از دست داده و این واقعا فاجعه است. ما می‌خواستیم مردم این رو بگیم و گفتیم و الحمدلله حالا اگر شاخص تو این قیمت‌ها ارزنده است که میره بالا، اگرم ارزنده نیست دیگه شاخص نرفت 4 میلیون رو ببینه، نرفت 5 میلیون رو ببینه، نرفت 8 میلیون رو ببینه، که این قطعا خدمت بزرگی بود که اونجوری خیلی اتفاقاتی که در اقتصاد ایران میافتاد اتفاقات بسیار خطرناکی بود. خب حالا اگر ممکن باشه، اگه موافق باشید یه ذره بیشتر بپردازیم به پیشنهادهای نامه. پیشنهادهای 5 تا پیشنهاد توی نامه مطرح شده بود که یکی از اینها یا دو تا از اینها بیشتر از بقیه پیشنهادها مورد توجه فعالای بازار سرمایه، یعنی در واقع مورد مخالفت فعالای بازار سرمایه بود. یکی کاهش در واقع نرخ سود سپرده های بانکی، افزایش عذرخواهی میکنم، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بود و دیگری جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید برای جلوگیری از ریزش بازار. اول رو نرخ بهره بیشتر صحبت بکنیم. کاهش نرخ بهره چقدر افزایش... وقت داریم آقای اردن؟ فکر میکنم یه چیزی هلوهوش 35 دقیقه. خب اگر نکته ای هست قبل از اینکه به سوال بپردازیم. نخیر شما سوالتون رو بگید. من فقط میخواستم بگم که اون سوال آینده بورس یادمون نره و اینکه چه کار نباید کرد الان و چه کار باید کرد. خب رو هر وقت شما صلاح دیدید بپرسید. نه من سوال شما رو جواب میدم بعد به اینا میپردازم. بحث نرخ بهره هست. خیلی ها معتقدن که افزایش نرخ بهره از سطوح فعلی میتونه اقتصاد رو دوچار رکود بکنه، علاوه بر اون میتونه در واقع منجر به انتقال تورم فعلی به دوره‌های بعدی بشه، همون اتفاقی که در بازه سالهای 92 تا 96 افتاد، اونجایی که سود در واقع سپرده. این که غلطه دومی، کانال دوم که از اساس غلطه و ناشی از نشناختن مکانیزم تورم و نقش بهره بانکی در اونه. اما مکانیزم اول حالا قابل تعمله، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه، شما الان کمتر کشوری در جهان پیدا می‌کنید نرخ بهرش منفی 10% باشه، منفی 11% باشه که الان مال ما هست، غیر از ونزوئلا، سودان، زیمبابوه و ایران فکر نمی‌کنم کشور دیگه پیدا کنه. آخه غیر از اینه که اگر نرخ بهره رو افزایش بدیم و حالا بهره حقیقی رو به صفر نزدیک کنیم، به نظر شما پول‌ها به سمت کدوم بازارها حمله می‌کنه؟ عرض می‌کنم. ببینید چگونگی افزایش مهمه. چگونگی افزایش. یک اتفاق مهمی در اقتصاد ایران داره میفته
که اگر موفق بشن انجام بدن دستاورد بسیار بزرگی و اگر موفق نشن انجام بدن فاجعه بسیار بزرگی. اون اتفاق اینه که برای اولین بار کسری بودجه دولت رو بانک مرکزی میخواد اجازه نده پولی بشه، میگه من اوراق باید منتشر کنم. ما هم تو ناممون بحث اصلیمون اوراقه، در واقع همون اوراقه که باعث افزایش نرخ بهره. بله دیگه، اوراق باعث افزایش نرخ بهره میشه فروش. ما بحث اصلیمون اوراق. چرا میگیم اوراق؟ برای اینکه میخوام از تورم آتی کم کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت دو تا راه داره. من این خبر بسیار بد بدم که گفتم فاجعه اقتصادی میشه، الان وزارت اقتصاد وایساده که تسعیر نرخ ارز رو بانک مرکزی ارزهایی که داره که هولوش 100 حالا یه عددیه میلیارد دلاره توی ترازنامش، هولوش 100 میلیارد دلاره، میخواد اینها رو تسعیر بکنه 150 هزار میلیارد تومان از اینجا پول به جامعه تزریق کنه، پول پرقدرت بیسمانی. میدونید یعنی چی؟ این یعنی همون پولی سازی کسری بودجه. این یعنی همون چیزی که تورم‌های بسیار بسیار بالا در طول 50 سال اخیر در اقتصاد ایران ایجاد کرده و امسال و سال آینده هم موجب و سال‌های بعدش موجب تورم‌های بسیار بالا در اقتصاد ایران میشه. این فاجعه است. جلوی این رو باید گرفت. ما اومدیم میگیم آقا اوراق باید منتشر کنی که کسری بودجهتون پولی نشه، نرید سراغ این راهکارهایی که در دنیا بی سابقه است، هیچ کس این کارا رو نمی‌کنه. یک کشور برای من بیارن که این کارو کرده باشه، یک کشوری که تورم زیر 10% داره. هیچ کس این کارا رو نمی‌کنه، برای همین تورمشون تورم دو رقمی نمیشه. برای همین تورمشون سه رقمی نمیشه. برای همین ونزوئلا و سودان و زیمبابوه نمیشن. شما وقتی که میری کسری بودجه 220 هزار میلیارد تومانی تو پولی میکنی، ساده ترین کار رو انجام میدی، نمیری اوراق منتشر کنی، نمیری شرکت بفروشی، این باعث تورم های بسیار بالا و خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده ابر تورم در اقتصاد ایران خواهد شد. این کار در نتیجه باید اوراق رو، چیزی که من خواهشم از مردمه، چون ما دیگه از سیاستگذاران اقتصادی قطع امید کردیم واقعا، و من حداقل چیزی که خواهشم از مردمه اینه که مراقب باشن، نگاه بکنن که دولت داره چقدر اوراق میفروشه، اینو هفتگی رصد بکنن ببینن دولت داره چقدر اوراق میفروشه. اگر دولت کم اوراق فروخت، یعنی اینکه دنبال اینه کسری بودجه رو پولی کنه. اصلا نرخ بهره مهم نیست، نرخ بهره هر چی، نباید کسری بودجه به هیچ قیمتی پولی بشه. اگر شما اجازه پولی شدن کسری بودجه بشه، همون لوپایی که همیشه تو اقتصاد ایران ما داشتیم، میخوایم این لوپو بشکنیم، ببریم به سمت اینکه پولی نشه کسری بودجه، ببریم به سمت اینکه تورم 70-80% 100% نداشته باشیم. و اگر این کارا رو نکنه، این یعنی خیانت در حق اقتصاد ایران، این یعنی خیانت در حق مردم، این یعنی خیانت در حق آینده ایران، و یعنی تورم های بسیار بالا. ما روی اینا وایسادیم. البته یه معنی دیگه هم میده، نرخ بهره بالا. اگر نرخ بهره افزایش پیدا بکنه و اون چیزی که شما دنبالش هستید در واقع کاهش بهره، چی میشه آقای آردن؟ نرخ بهره افزایش پیدا کنه چی میشه؟ من از شما میخواستم بپرسم. نه میخوام بگم، شما میگید میره بالا، چی میگن؟ میگن چی میشه؟ میخوام بدونم که چه نرخ بهره ای رو برای این اقتصاد درست میدونید الان؟ من هیچ نرخ بهره ای درست نمیدونم. چی میشه نرخ بهره بره بالا؟ ایرادش چیه؟ بستگی داره به جواب سوال شما که تو چه محدوده ای نرخ سود بدون ریسک تو چه محدوده ای قرار بگیره از نظر شما خوبه. نه آقا اصلا نرخ بهره بره بالا چی میشه؟ تو اصلا میگن رکود میشه دیگه. بستگی داره به جواب سوال شما که تو چه محدوده ای نرخ سود بدون ریسک تو چه محدوده ای قرار بگیره از نظر شما خوبه. نه آقا اصلا نرخ بهره بره بالا چی میشه؟ تو اصلا میگن رکود میشه دیگه. بله خب ته تهش اینه دیگه. نرخ رشد اقتصادی ما امسال چنده؟ منفیه 1.7% منفیه تا. نه حداقل 4-5% منفی علاوه بر کرونا هم هست. پارسال چند بوده نرخ رشد اقتصادی؟ بازم منفی بوده. منفی چند؟ منفی 2%. نه خیر، منفی 8%. پارسال چند بوده نرخ رشد؟ بازم منفی. بازم منفی شدید. سال قبلش نرخ رشد اقتصادیمون چند بوده؟ سال 95 میشه؟ بله مثبت بوده.
نرخ بهره اون موقع چند بوده نرخ بهره واقعی؟ واقعی نمودارشو نشون بدید نرخ بهره واقعی رو لطفا. مثبت 4-5 درصد بوده اون. چجوری پس نرخ بهره واقعی رکود ایجاد میکنه؟ شما من نمیگم رکود ایجاد نمیکنه، در اقتصاد ایران انقدر موانع کسب و کار زیاده که نرخ بهره نیست که رکود یا رونق ایجاد میکنه. نرخ بهره بیشتر اثرش رو بازارهای دارایی است تو اقتصاد ایران. نگاه بکنید این رو، نگاه بکنید. ما سال 98 99 98 97 این سه تا قرمز آخر نرخ بهره بسیار منفی داشتیم. سال 96 به قبلش نرخ بهره مثبت داشتیم. تو اون سالها یکی دو سالش یه سالش نرخ رشدمون هم منفی بوده، بقیه‌اش مثبت بوده. تو سالهای بعد از 97 هر سه سال نرخ رشدمون منفیه. پس ما عوامل، من نمیگم به صورت مطلق، شما سهم نفت رو در نظر نگرفتید. خب نه در نظر گرفتم سهم نفت که دیگه تو سال 98 ما تو بخش خدمات که پارسال رشد مثبت داشتیم. ببینید تو بخش کشاورزی 98 آلردی اگزاست شده نقش نفت، خیلی کم شده. یعنی رشد ما، عدم رشد ما ناشی از مسائل متعددیه. ما عدم رشدمون الان یه بخشش ناشی از تحریم هاست، یه بخشش ناشیش ناشی از موانع کسب و کاره. شما بعد فکر میکنید نرخ بهره پایین میدید، نرخ سود 15% میدید، گیر کی میاد؟ گیر یه عده راندخاری میاد که دسترسی دارن، گیر یه عده فاسدی میاد که میرن رشوه میدن، گیر کی میاد؟ گیر مگه مردم میاد؟ گیر اون کارآفرین مگه میاد؟ نه بحث اینه که کلان پول وارد سپرده های بانکی میشه، اونجا فریز میشه. نه فریز و... پولش وقت فریز نمیشه. پولش وقت فریز نمیشه، این غلطه. ولی بانک ها وام میدن پولا رو دیگه. این پولی که وام میده، این گیر کی میاد وقتی نرخ بهره پایین؟ نه از اون طرف مصرف کنترل میشه. اجازه بده وقتی نرخ سود پایین این گیر کی میاد؟ گیر چون رانت دیگه. تو در رانت توزیع میکنی. وقتی نرخ بهره واقعی پایین تر از صفره داری رانت توزیع میکنی با وام بانکی. و این گیره یه عده رانت خاری میاد، یه عده فاسدی میاد که رفتن رشوه دادن، مجبورن رشوه بدن بدبختا. گیره کارآفرین نمیاد، کار راه نمیندازه، اونا هم میره تو بازار دارایی باز. پس این انگاره که نرخ بهره پایین لزومن باعث رکود میشه درست نیست. نرخ بهره واقع، نرخ سود پایین، نرخ بهره پایین وقتی باعث، یعنی نرخ ببخشید نرخ سود بالا و نرخ بهره مثبت وقتی باعث رکود میشه که سایر شرایط فراهم باشه. وقتی موانع کسب و کار نداری، وقتی تحریم نداری، وقتی هزار تا کوفت و زهرمار دیگه نداری، اون موقع بله باعث رکود میتواند بشود طبق تئوری اقتصاد. بیشتر ولی... سالهای 92 تا 96 تو ذهنشون هست، سالهایی که حداقل بازار سهام، بازارهای دارایی در رکود بودن. همینطور ما رشد اقتصادی چندانی هم نداشتیم چون همچنان نفت نمیتونستیم بفروشیم. و حالا اون چیزی که تو ذهنشونه رکود سالهای 92 تا 96. خب آیا افزایش نرخ بهره، حالا من سوالم این بود که نرخ بهره به نظر شما تا کجا باید بیاد بالا؟ الان که 35 درصد تورم داریم، باید بهره 35 درصد باشه که بهره حقیقی نه، تورم نقطه مخدا 26 درصده. خب اگر ما تو نامه هم گفتیم نرخ سود بیاد هلوش 20، نرخ سود بین بانکی که نرخ سود سپرده و عرض کنم که وام هم تحصیلات هم هلوش 22 23 25 باشه، این عملا ما نزدیک شدیم به نرخ بهره صفر. صفرن شدیم و نزدیک شدیم، اب نداره. این برای 99 کافیه. خب در نهایت نمیخواد ما یه دفعه بگیم آقا نرخ مثبت مثلا 5 درصد بهره تو این شرایط کرونایی داشته باشیم، اینو نمیگیم ما. خب تو مدل های شما تصورتون اینه که اگر این اتفاق بیفته پول میره تو سپرده های بلند مدت باقی میمونه. اصلا اینش مهم نیست. ببینید مهم این است که شما، این منظورم اینه که شبه پول در واقع دوباره زیاد میشه، پول کنترل میشه. ببینید شبه پول که قطعا زیاد میشه و این باعث کاهش حجم نقدینگی میشه و نه کاهش حرف کاهش رشد حجم نقدینگی میشه و باعث این میشه که من یه مقاله نوشتم که حباب بازار دارایی ها هم مسکن هم ارز هم طلا هم بورس همه خالی میشه، ولی بزرگترین حباب مال بورسه و او زودتر خالی شده. این شما میگید بقیه بازارها هم حبابشون تخلیه میشه؟ بله بقیه بازارها هم تخلیه میشه به یک شرط، به یک شرط که من تو مقاله هم نوشتم، نگفتم قطعا تخلیه میشه، به شرط اینکه دولت کسری بودجه رو پولی نکنه، به شرط اینکه سر تعهدش بمونه، به شرط اینکه رئیس کل بانک مرکزی ما سر تعهدش بمونه به مردم
که کسر بودجه نباید پولی بشه. من رئیس کل بانک مرکزی نباید اجازه بده تحت هر شرایطی، تحت هیچ شرایطی نباید اجازه بده که کسر بودجه پولی بشه. رئیس کل بانک مرکزی نباید اجازه بده که تسعیر نرخ ارز، این کاری که میخوان بکنن، توی ترازنامه بانک مرکزی انجام بشه. و این یک جفای بزرگ به اقتصاد ایرانه، باعث میشه بازارهای دارایی حبابدار میشن دوباره، نرخ مسکن از این حرفا خیلی بالاتر میره، ارز بسیار بالاتر خواهد رفت اگر کسر بودجه پولی بشه. اوراق رو باید بچسبن بهش، نرخ بهره نرخ مهمی است در اقتصاد، اما پولی نشده نه کسری بودجه خیلی مهمتره، نرخ تورم خیلی مهمتره. شما نرخ تورم رو وقتی با پولی نشدن کنترل کردی، نرخ بهره خودش هم میاد پایین. شما وقتی تورم رو با پولی نکردن، نرخ بهره رو، نرخ تورم رو سال آینده آوردی رو 12-13%، نرخ بهره هم میاد میشه 14%، نرخ سوده. بعد سال بعد آوردی رو 5%، نرخ سودت هم میشه 7%. ما نمیگیم نرخ سود زیاد بشه ها، این ممکنه کسی که اقتصاد نخونده این رو درست، من نتونم جا بندازم، نتونسته باشم جا بندازم. ما میگیم نرخ تورم باید کنترل بشه با جلوگیری از پولی سازی کسری بودجه، و با کنترل نرخ تورم عملا باعث بشیم که نرخ بهره و نرخ سود بانکی هم در سالهای آتی پله پله کاهش پیدا کنه. و پیشبینیمون اینه، اگر دولت موفق بشه 200,000 میلیارد تومان یا 170,000 میلیارد تومان حداقل اوراق منتشر بکنه امسال، که حالا نرخ بهرهش ممکنه بشه 25%، 27%، مهم نیست، اگر دولت بتونه این کار رو بکنه، نرخ تورم ما تا انتهای سال کنترل میشه در همین دامنه 21-22%. خب و اگر این کنترل بشود، ببخشید خوش. اگر این کنترل بشود، سال بعد پیشبینی ما از نرخ تورم، اگر دوباره کسری بودجه رو پولی نکنیم، پیشبینیمون از تورم هولوش 10%، سال بعدش پیشبینیمون قطعا یک رقمیه، تک رقمیه، و اون وقت نرخ سود هم خودش پایین میاد. پس نرخ سود متغیر مستقل نیست، متغیر وابسته است. شما باید اینجوری اینو ببینی که تورم رو بیار پایین، نرخ سود میاد پایین، نه اینکه نرخ سود رو نگه دار تورم بره سر به فلک بکشه، یه رانت عظیمی برای یه سری از آدمایی که به وام بانکی دسترسی دارن ایجاد بکنی، یه رانت عظیمی برای مدیران بانکی کشور ایجاد بکنی که بشن قولهای اقتصادی این کشور. یه ابهام حالا پرتکراری که بین بچه‌های بازار سرمایه‌ای بیشتر مصطلحه، همون برمیگرده به سابقه سال‌های 92 تا 96 که خیلی‌ها معتقدن که شما بهش اشاره کردید، ناترازی شبکه بانکی، خدمت شما عرض کنم که منجر شد به تورم در سال 97. خیلی‌ها معتقدن اگر سود سپرده‌های بانکی زیاد بشه، تمایل به فعالیت اقتصادی کمتر میشه و این در نهایت دوباره خودش رو توی یه تورم چند ده درصدی در 3-4 سال آینده نشون میده. خب اینا کلا غلطه. ببینید، یعنی کسی که منطق اقتصاد متوجه نشده، کسی که اقتصاد کلان یک پاس نکرده، این حرفا رو ممکنه بزنه. خب برن بخونن ببینن تئوری اقتصاد چی میگه، برن همون نمودار نرخ بهره منفی رو نگاه کنن ببینن چرا اینجوری نیست. ما 3 ساله که نرخ بهره منفی تاریخی داریم، چرا نرخ رشدمون اینجوریه؟ پس ما قبلش نرخ بهره مثبت داشتیم، مثبت‌های خیلی زیاد داشتیم که اونم اشتباه بود. قبول دارید که حداقل بازار سهام با این نرخ‌های بهره دیگه ارزنده نخواهد بود و این باعث خروج پول میشه و تمام اون نگرانی‌هایی که شما داشتید راجع به بحث. نه قبول ندارم، قبول ندارم. من میگم که با این نرخ‌های بهره بورس دیگه رشد شارپ نخواهد داشت. این آقایون، این شاخهای بورسی فکر میکنن که بورس باید همینجوری دوباره بزنن زیر سهما، یه دفعه 5 برابر، 10 برابر، 50 برابر بکنن یک سهم. اقتصاد ایران، مردم ایران نباید این اجازه رو بده. این اجازه هم سیاستگزار ایرانی نباید این اجازه رو بده. این اجازه هم از کجا صادر میشه؟ از اونجایی که اجازه ندیم کسری بودجه پولی بشه، چون کسری بودجه اگر پولی شد قطعا تورم های بالا خواهیم داشت، قطعا نرخ های بهره بسیار منفی بالا خواهیم داشت، قطعا حباب بازار دارایی خواهیم داشت. ببینید، وقتی که این پیشنهاد که پیشنهاد میکنن نرخ بهره رو بیاریم پایین،
سبب میشن. فکر نکنید فقط بورس اینایی که دارن پیشنهاد میکنن نرخ بهره رو بیاریم پایین، نرخ سود رو بیاریم پایین، نرخ بهره رو بیشتر از این منفی بکنیم، این یعنی قیمت مسکن هم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد، این یعنی قیمت ارز هم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد، این یعنی قیمت خودرو هم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. فقط بورس نیست که. آیا ما باید به خاطر 7-8 میلیون کد فعال بورسی، اصلا فکر کن 80 میلیون کد فعال بورسی بودن، فرقی نمیکرد که، خب 70% ایرانی‌ها مسکن دارن، درنچه به خاطر اونا باید کار کنیم قیمت مسکن بره بالا؟ هیچ وقت این کارو نمیکنیم، هیچ وقت نباید این کار رو بکنیم. ما باید به سمتی حرکت بکنیم که اقتصادمون رو، تورم رو درش کنترل کنیم، با کنترل پولی کردن کسری بودجه. اجازه ندیم کسری بودجه پولی بشه. وقتی این اجازه رو ندادیم، اصلا مهم نیست نرخ بهره. نرخ بهره خودش میره یه جایی در اقتصاد ایران به تعادل میرسه. مهم اینه که کسری بودجه پولی نشه و اگه اجازه ندادیم، مطمئن باشید حباب مسکن هم تخلیه میشه، حباب بازار ارز هم تخلیه میشه. من خودم معتقدم فاندامنتالی الان ارز ته تهش 17-18 تومن میارزه، اصلا قیمتش 25 تومن نیست، ولی یک بخشش خب شرایط بین‌المللی است، یک بخشش این حبا، این نرخ بهره های بسیار منفی و این انتظار درست فعالان از این که آقا این دولت ممکنه رئیس کل بانک مرکزی درست ببخشید من دادن فکر کنم میگن وقت اون تمومه نخه میگن که 20 دقیقه وقت داریم. اینکه این حباب، این نرخ بهره منفی ما نریم به سمت اینکه این اتفاقات براش بیفته. اگر نرخ بهرمون رو ما اینجوری منفی کردیم، اون وقت اتفاقی که میفته اینه که همه بازارهامون دچار التهاب میشن. کسری بودجه رو پولی کردیم، همه بازارهامون دچار التهاب میشن، مسکن، خودرو، هم زندگی مردم سخت‌تر و سخت‌تر میشه. من بگم که سیاست‌گذاری اقتصادی یه باطن داره، یه ظاهر داره، مثل اون دعوای ملا و مهندسه که گفتن مردم این راست میگه یا این، ما رو بیایید بگید مار چه شکلی، اون نوشت مار، اون شکل مار کشید. اینایی که میان میگن نرخ سود رو بیارید پایین تا ما بورسیا سود بکنیم تا بورس بره بالا، اینا دارن شکل مار برای مردم میکشن، اینا شکل ما رو برای شما دارن میکشن مردم. اینها دنبال بازیای دیگن، اینا دنبال اینن که بازار این سهام ها رو ببرن بالا، این سهم ها رو ببرن بالا و بعد شما رو تلکه کنن، خودشون بکشن بیرون، و دنبال اینن که دارایی خودشون به ضرر دارایی آحاد جامعه و به ضرر دارایی همه مردم و به ضرر آینده اقتصاد ایران ثروت خودشون رو زیاد بکنن. اینها بازیای خطرناکیه، اینا کشیدن ماره به جای نوشتن مار. و بله، مردم هم نگاه میکنن میبینن آقا این میگه نرخ سود بیاد پایین، عجب آدم خوبیه. آقا این همه داستان پشتشه، چی نرخ سود بیاد پایین؟ مگه ما نمیخوایم نرخ سود بیاد پایین؟ ما هم میخوایم نرخ سود بیاد پایین، به خدا ما دنبال اینیم نرخ سود رو بیاریم پایین. ولی از راهش، راهش اینه که کسری بودجه رو پولی نکنیم، که این باعث میشه که مجبور شیم اوراق منتشر کنیم. اوراق منتشر کردیم، یه دوره نرخ سود میره بالا، ولی چون پولی نشده کسری بودجه، تورم میاد پایین، نرخ سود هم بعد از اون توی ظرف 2 سال میشه اقتصاد ایران رو همون جور که کمال درویش در ترکیه کرد. نرخ‌های تورم ترکیه چند درصد بود؟ 120%، 130%، 160%. نرخ سودش چند درصد بود؟ 70%، 80%. نرخ سود 70%، 80%، 100%. الان نرخ تورم ترکیه چنده؟ الان یه مقداری بیشتر شد. آره، تک رقمی همچنان. تک رقمی. تک رقمیه. نرخ 160% تک رقمی شده. نرخ سودش چنده؟ 6%، 7%، 5%. چرا؟ خب این داستان داره. این داستان باید درست نوشته بشه، باید درست اجرا بشه. این که ما فقط بگیم آقا نرخ سودو بیار پایین، خط نقش مار کشیدنه در مقابل خط مار، و این عملا باعث میشه که داریم، همیشه اینو گفتیم، همیشه مردم در اقتصاد ایران همین جوری عمل شده، همیشه نرخ سود رو به صورت دستوری پایین کشیدن، همیشه کسری بودجه رو پولی کردن، همیشه سر مردم کلاه گذاشتن و با ایجاد تورم عملا از جیب مردم زدن
و تهش این شده که بعد از 6 دهه، بعد از 55 سال ما هنوز نتونستیم تورم رو کنترل کنیم در اقتصاد ایران. ترکیه در ظرف یک سال و نیم این کار رو کرد با همین فرآیندی که عرض کردم. ما پس دنبال کاهش نرخ سودیم، ما دنبال افزایش نرخ سود نیستیم، ولی کاهش نرخ سود آداب داره، ماجرا داره، داستان داره. من چند تا سوال کوتاه ازتون میپرسم. بازار که حالا ریخته، بازار سهام ریخته و شما هم الان تبدیل شدید به سیبل بازار سهام، خوشحالید از این که بازار ریخته؟ آخه چرا باید خوشحال باشی؟ یعنی در واقع پیشبینی شما محقق شد یا این که شما باعث شدید؟ من خیلی متاسفم که پیشبینی ما محقق شد. مگه ما دوست داشتیم پیشبینیمون محقق بشه؟ ما تو این اقتصاد این کشور، حالا من که هیچی نیستم ولی بقیه بچه ها، اینا همه از بهترین دانشگاه های آمریکا برگشتن ایران، بهترین دانشگاه های اروپا برگشتن ایران و یا دغدغه دارن. الان طرف استاد دانشیار دانشگاه برکلی، MIT درس خونده، اقتصاد خونده. توی جوانهایی که از ایران رفتن اون ور در حوزه اقتصاد بهترین چیزو داره، جایگاه رو داره، ولی انقدر دغدغه منده که شب و روزشو گذاشته داره فکر میکنه به اقتصاد ایران میاد نامه مینویسه هزینه میده. فکر میکنه هزینه نداره، فکر میکنه مافیای این شاخهای بورسی هزینه ایجاد نمیکنن برای ما، فکر میکنید مافیای دلالان مسکن هزینه برای ما ایجاد نمیکنن؟ ما که میگیم نرخ بهره باید مثبت بشه، بیشترین ضررش اتفاقا به مسکن میخوره. فکر میکنید دلالای بازار ارز از ما بدشون نمیاد با این کار؟ همشون بدشون میاد، هم دلالای بورسی، هم دلالای مسکن، هم دلالای ارز، همه از این کارا بدشون میاد، چون اینا کاسب تورمه، چون اینا با تورم زنده، اینا با همین کثافتکاری ها زندگی میکنن. و اگر قرار باشه اینجوری ما هم بشینیم کنار عافیت طلبی پیشه کنیم، مگه سخته؟ ما که قدرت پیشبینیشو داریم، مدل داریم، بالاخره درسشو خوندیم، ما هم میتونستیم بریم تو بازار ترید بکنیم که میکنیم، که معلومه ترید میکنیم، ولی میتونستیم نامه ای هم ننویسیم، به موقع هم خارج بشیم. چرا نامه مینویسیم؟ برای اینکه بگیم آقا ما میخوایم تو کشور زندگی کنیم. قرار نیستش که اینا همه از آمریکا و اروپا برگشتن میخوان تو این کشور زندگی کنن. اجازه نمیدیم ما که یه شاخ بورسی و آدم دلال مسکن و دلال ارز و اینا که همهشون پولاشونو میبرن خارج کشور، تهش همهشون هم پاسپورت اینور اونور میگیرن فرار میکنن، کدومشون برمیگرده ایران؟ این بچه‌هان که رفتن دانشگاه شیکاگو و دانشگاه MIT و دانشگاه عرض کنم که تگزاس و اینا درس خوندن برگشتن ایران، دارن هر کاری میکنن که بتونن این اقتصاد درست کنن. ولی اقتصاد سیاسی قضیه، ولی همین که میگم ظاهر و باطن سیاست گذاری اقتصادی با هم متفاوته، باعث میشه حرفای اینا بگن آقا شما بورس، شما باعث شد بورس بریزه. نه عزیزم، ما باعث شدیم که بورس بیشتر از این دوچار حباب نشه که بعدا ریخت اونایی که واردش شدن در اواخر نابود بشن. اگرم ما باعث شدیم که ما باعث نشدیم، من گفتم به حرف نامه هیچ که گوش نکرد، 50 روز بعد نامه هم همینجوری داشت بازار میرفت بالا، دولت هم هیچ کدوم از اون کارهای ما رو نکرد. حالا الان یه تعداد قابل توجهی تو همون سقف‌های قیمتی وارد بازار شدن، آمارا هم نشون میده که خدمت شما عرض کنم که بخش عمده ای از اینها سرمایه های خرد دارن، اونها باید چه کنن؟ والا ببینید، من توصیه‌ام به کسانی که وارد بازار بورس شدن توی این مدت اینه که اگر این پولشون مازاد بوده، یعنی یه پولی بوده برای سرمایه گذاری میخواستن، دنبال این نبودن که من هی نگرانم به اون چه باید کرد و چه نباید کرد برسم، هی ذهنم اونجاست. اگر پول مازادی دارن، دنبال این نبودن که خونه فروخته باشن اومده باشن اینجا، اینا نگه دارن. بازار بورس توی روند 5 ساله مطمئن باشید که ترندهای تاریخی اینو میگه، حداقل حالا من خودم نظرم اینه، حداقل
بازار بورس تو روند 5 ساله بهتر از بقیه بازار هست، این رو شک نکنید، و بازاری است که فی المجموع نفعش برای اقتصاد بیشتر از بقیه بازار هاست. حالا ما درست از این ابزارها استفاده نکردیم، درست این بازار ثانویه ای شده که هیچ کمکی به شرکت ها نمی کنه، ولی حداقل ضرری هم نداره اگر رشد معقولی داشته باشه، و یه کمک هایی هم میشه تعریف کرد، میشه ابزارها رو درست کرد که کمک هم باشه. در نتیجه اگر صبر دارن، اگه میتونن صبر بکنن، حتما من توصیه‌ام به صبر که 3 سال 5 سال تو بازار بمونن، این بازار از بقیه بازارها قطعا بهتر. نمودارش رو هم دیدید، حالا اگه یه بار دیگه هم نشون بدید بد نیست، اون نمودار مقایسه سه بازار، اون دیگه یعنی بازار عملا چون دلاریه بازار ارزم داره، مقایسه بازار مسکن، بازار بورس و بازار طلا، اون اونس جهانیه، اون شاخص بورسه، و این یکی هم عرض کنم که بازار مسکنه. میبینید که مسکن بازار خوبی نیست، میبینید که طلا بازار خیلی خوبی نیست، ولی بدم نیست برای سرمایه گذاری، بالاخره بازار قابل فکریه، بخشی از پورتفولیوشون رو میتونن اونجا نگه دارن. ولی بازار بورس نگاه بکنید، اصلا کار به این اپیزود آخر ندارم، نگاه بکنید به قبل از این و دورهای قبل هم بگیریم، تقریبا همینه. بازار بورس تو هر پریود 5 ساله بهتر از بقیه بازارهاست. در نتیجه من توصیه‌ام اینه که تو بازار بورس حتما مردم حضور داشته باشن و حتما از این بازار منفعت حاصلش براشون میشه، ولی این که به مردم بگیم آقا دیگه قرار پول دو برابر بشه تو این بازار توی 6 ماه، یا تو 6 ماه که البته ده برابر شد، ولی پولت قرار دو برابر بشه توی 2 ماه، توی 1 ماه، این خبرا نیست، این اتفاقات دیگه نمیفته و نباید هم بیفته. این اتفاقات باعث میشه که همونطوری گفتم کل اقتصاد رو با چالش مواجه کنیم. من این رو عرض کنم که یه نباید کرد، یه اتفاق می‌خواستم همین سوال رو بپرسم، یه کارهایی که نباید دولت بکنه، همین سوال رو می‌خواستم بپرسم، بازارها به چه سمتی میرن، چه کار باید کرد، سیاست‌گذار چه کار باید بکنه، اگه به من بگن ممنون. 6 دقیقه. ببینید من خیلی سریع با اجازهتون بگم، یکی این که ابعاد بورس ما در حال حاضر خیلی بزرگه، در نتیجه اگر واقعا پیشبینی کسانی که میگویند حباب است درست باشه، و در صورتی که قیمت تعادلی سهام شرکت ها کمتر از قیمت فعلیشون باشه، قطعا با حمایت دستوری و مقطعی نمیشه جلوی سقوط رو گرفت، فقط باعث میشیم ریسک بازار بورس بقیه بازارها منتقل شه. پس اگر پیش بینی درست باشه که این قیمت ها کمتره، فقط با دستور باعث میشیم که ریسک بازار بورس به کل اقتصاد سرایت بکنه و کل اقتصاد با تورم های بالا روبرو بشه. اگر هم پیش بینی اینها غلطه، خب خود بازار اصلاح میکنه خودش یه مدت کوتاهی، دوباره برمیگرده بالا. پس هیچ کدام نیازی نیستش که دولت وارد بشه اجبار بکنه، و بگم با اجبار دولت به حقوقی ها و به بانک ها عملا باعث خروج سفت بازان بزرگ و شاخهای بورسی از بورس خواهیم شد که پولاشون رو خواهند برد، این پولها رو میبرن تو بازار ارز، تو بازار مسکن، همونجور که تو نامه هم گفته بودیم، و این باعث افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت مسکن خواهد شد، که همونطور که میبینیم در یه ماه نیم گذشته قیمت مسکن یه رشد عجیبی رو زده. دلیلش اینه که اینا داشتن خارج میشدن، این سفت بازان سوال خیلی قهار حقیقی، چرا بازار داره میریزه ولی بقیه بازارا دارن رشد؟ طبیعیه، ما تو نامه گفتیم همین اتفاق میفته، ما تو نامه گفتیم اصلا این بازدهی غیر عادی خب یه جای دیگه تموم میشه دیگه، اونجا نقطه ایست که هجوم به بازارهای دیگه شروع میشه، چون که نمیتونی رالی رو تا ابد ادامه بدی، تا قیامت ادامه بدی، در نتیجه باید تدبیر میشدین، و ما نامه هم در جهت همون تدابیر بود که این انجام بشه. حالا چقدر گوش کردن یا نکردن نمیدونیم. حمایت های دستوری نباید کرد، این که بگیم ما سهام شاخص ساز حمایت کنیم شاخص بمونه، این خیانت به مردمه، چون یه عده سهام کوچیک دارن، یه عده سهام متوسط دارن، یه سهام بزرگ دارن، تو چرا میری به ضرر یه عده به نفع یه عده دیگه ورود میکنی؟ دولت حق نداره این کار، خلاف منافع مردمه، حق نداری از شاخص حمایت کنی. دولت باید همیشه حواسش باشه نقشه‌بندی بازار فقط برقرار باشه. حالا من نظرم اینه که دامنه نوسان برداشته بشه به نفع بازاره. بعضی از دوستان 25 نفر این اعتقاد رو ندارن،
باید دامنه نوسان به نظر من برداشته بشه. اگه برداشته بشه این ریزش تا یه جایی دیگه به کف میرسه، بعد دوباره شروع میکنه به رشد و مردم میبینن که بازار متعادل شده، حس خوبی میگیرن. این لوپ فیدبک، این لوپی که ایجاد میشه که اینا مداوم میبینن منفیه، خودش باعث سقوط بیشتر میشه. ولی یه بار بیاد پایین دیگه معلوم میشه کف شاخص دوباره شروع به رشد میکنه. اما چیکار باید کرد؟ ما فکر میکنیم که تنها راهکار واقعی برای حمایت از بازارها در اقتصاد ایران برداشتن قیمت گذاری است. قیمت گذاری، ما در اقتصاد ایران از شیر مرغ تا جون آدمیزاد رو قیمت میذاریم، دولت قیمت میذاره، اینها همه غلطه. یک جا باید در اقتصاد ایران قیمت گذاری برداشته بشه. الان وقتشه. الان اگر میخوان از بازار حمایت بکنن، بیان قیمت گذاری رو بردارن. و تجربه جهانی ثابت کرده برداشتن قیمت گذاری لزوماً باعث تورم نمیشه، باعث تغییر قیمت های نسبی میشه، باعث تغییر قیمت های نسبی میشه و ممکنه در بعضی از اقتصادها به دلایلی باعث ایجاد تورم های مقطعی کوچک هم بشود، ولی ارزش داره. ارزشش اینه که بازار میاد خودش انتخاب میکنه مسیرشو، نه دولت هی به یه قیمت این انقدر، قیمت اون انقدر و غیره. و کاهش محدودیت بر صندوق های سبدگردان و همچنین منوط کردن هر گونه رشد صندوق های درآمد ثابت به خرید اوراق دولتی، حداقل 80-90% پورتفولیوشون باید اوراق دولتی باشه. و همچنین جلوگیری از رانت های فنی ایجاد شده مثل سرخطی زدن و امثال هم که باعث خروج بعد سفته بازار شده، که اینها با سرخطی زدن و این بازی ها از بازار خارج میشن، مردم بدبخت میمونن توی این بازار، به قیمت بدبختی مردم اینها از بازار میرن بیرون و ریسک خودشون رو از بین میبرن. من نمیدونم وقت اگر داریم یه سوال دیگه من بپرسید، من میتونم جواب کنم، یه دقیقه مون داره. من تقریبا سوال که زیاد دارم. سوال زیاد داری ادامه بده. سوال نپرسیده زیاد دارم. منتها ماشاءالله شما دیگه خیلی مفصل توضیح میدید، بعضی از سوالا رو در راه جواب دادید. اگر امکان داره ادامه بدیم. یکی از سوالا این بود که الان جواب دادید که اگر میگید که قیمت ها آزاد بشه خوبه، پس چطور میگید که مخالف تورمید؟ این تورمزا هست که جواب دادید. خدمت شما عرض کنم که تقریبا فکر میکنم همه این سوال ها توی گفتگو، تمام سوال ها تقریبا تو گفتگو پاسخ داده شده، به غیر از البته اون ماجرای نرخ بهره که خیلی ها معتقدن که اتفاقا اون تورمزاست و شما میگید که تو کانتکست اقتصادی کاملا غلطه. من که فکر کنم کامل توضیح دادم که فرآیندش برعکسه. ما هم میگیم نرخ بهره کاهش پیدا بکنه، ولی ما اول شما باید تورم رو کنترل کنی، عفونت رو از بین ببری، بعد تب بیاد پایین. نرخ بهره مثل تبه، شما نمیتونی بگی تب کاهش پیدا کنه. هی بله میتونی مسکن بدی ها، ولی اون عفونت تعمیق میکنه. رو میگیم اون عفونت رو از بین ببر که تورمه، اون وقت این تب هم میاد پایین خودش. شما هی تب رو بیاری پایین، هیچ کمکی به کاهش عفونت نمیکنه، هیچ کمکی به کاهش تب نمیکنه. این اقتصاد 40-50 سال تب داره، دلیلش هم عفونته. عفونت هم کسری بودجه است و این کسری بودجه ای که ما داریم عملا تهش سبب میشه که عفونت مداوم در اقتصاد ایران باز تولید شده و ما بعضی وقتا اومدیم با یه مسکن‌های جلوی چیز رو گرفتیم، جلوی تب رو گرفتیم و تب رو کم کردیم. این فایده نداره، این بچه رو میکشه تهش، این اقتصاد رو از بین میبره تهش. ما باید بریم به سمت این که تورم رو کنترل کنیم. تورم راهش الان کنترل پولی نشدن کسری بودجه است، که اون راهش از طریق انتشار اوراقه که او ممکنه باعث افزایش نرخ بهره بشه، خب بشه، ولی در یک بازه 1.5-2 ساله مثل ترکیه ما میتونیم تورم رو کاهش بدیم و میتونیم کسری بودجه رو پولی نکنیم و میتونیم باعث بشیم که نرخ سود تک رقمی بشه، نرخ تورم تک رقمی بشه. خیلی از دوستان همچنان سوالاشون درباره همین ماجرای نرخ بهره هست. البته منتهی الان اینجا من می‌بینم شما دارید سوالات، بله اینا چه سوالاتی؟ سوالاتی است که در شبکه‌های اجتماعی برای ما فرستاده شده، تقریبا تو تمامشون انتظار دارن که بیشتر رو نرخ بهره
توضیح بدید. توی یکی از سوالا یکی از مخاطبای ما پرسیده ما سهامی رو خریدیم که زیر ارزش بوده و بازار باید خودش رو میرسونده به اون ارزش، ولی با بی تدبیری این اقتصاددان سوال اون سوالم جالبه. میگه که گفتم من که دولت به دولت اقتصاد حمایت کردم که شاخص این همه بالا رفت، ولی جای دیگه گفتم که دولت این همه بودجه نداره که بتونه حمایت کنه. بله حمایت کردن، من عرض کردم چی؟ دولت بی تدبیری کرد نه حمایت. حمایتی که گفتم یعنی حمایت لفظی کرد، گفت مردم بیاید تو بورس، خود این باعث شد مردم بیان. از سمت دیگه دولت نیومد ابزارهای لازم رو ایجاد بکنه، دولت نیومد شناوری رو زیاد بکنه، دولت نیومد ارزهای اولیه رو بیاره بالا، ارزهای اولیه رو زیاد کنه، دولت نیومد شناوری شرکت‌ها رو بیاره بالا، دولت نیومد سبدگردان‌ها و روش غیر مستقیم سرمایه‌گذاری رو به شدت گسترش بده و دولت نیومد رگولیشن‌ها رو در بازار کم بکنه که اینا باعث همون asset shortage شد، باعث over regulated شدن بازار شد و باعث این شد که عملا مردم سهام اینقدر رشد شاخص رو، جهش شاخص رو داشته باشیم و دولت قطعا اونجا بی تدبیری کرده، قطعا به موقع عمل نکرده. ولی وقتی شاخص بخواد بریزه قطعا دولت بودجه نداره که بتونه از شاخص حمایت بکنه. دولت فقط یک طور میتونه. ببینید من گفتم ارزش بازار بورس الان 6000 خورده هزار میلیارد، اون موقع 8000 هزار میلیارد بود. 6 خورده هزار میلیارد تومان بودجه. درآمدهای امسال دولت چقدر؟ 300 هزار میلیارد تومان. شما مقایسه کن ببین ارزش بورس چند برابره بازار درآمد دولت. مگه دولت پولی داره که بتونه کمک بکنه؟ یک راه فقط برای کمک داره، اونم اینکه پول چاپ کنه. پول چاپ کردن یعنی همین که بانک‌ها وام بدن به شرکت‌هاشون که بیان از سهام بخرن. این فاجعه است. میدونید ته این چیه؟ این خلق مستقیم نقدینگیه. یعنی بانک‌ها بیان به شرکت‌هاشون پول بدن، بعد دچار کسری بشن، برن از منفی بشن تو بانک مرکزی، عملاً خط اعتباری بگیرن، برداشت بیش از حد بکنن و عملاً به نحوی بانک مرکزی بنوزن توی لوپی که بانک مرکزی مجبورش این خط اعتباری رو بده، مگر نه بانک ورشکست بشه. همون اتفاقی که افتاد توی سالهای گذشته و این اتفاقات در نهایت سبب این میشه که این حمایت‌های این گونه همون چاپ پوله. مردم فکر کنید دولت داره چاپ پول میکنه که بازار سهام رو حمایت کنه. آیا راضید شما سهامدارای راضین که به طورت مقطعی یه رشدی بکنه سهامشون، ولی مسکن 10 برابر بشه، ارز 10 برابر بشه، خودرو 10 برابر؟ آیا راضی هم به این؟ این یعنی این یعنی ابر تورم، این یعنی گرون شدن همه چیز، نه گرون شدن مثل الانا، گرون شدن بسیار فراتر از این حرفا، گرون شدن بسیار بزرگتر از این حرفا. این کار یعنی این. و ما هر وقت لازم باشه دوباره نامه می نویسیم، هر وقت ابزار ما نامه نوشتن، تفنگ ما نامه است، هر وقت لازم باشه نامه می نویسیم، هر وقت لازم باشه حرف می زنیم، هر وقت لازم باشه وای می استیم و زندگیمون رو گذاشتیم. هر چقدر هم می خوان به ما فوش بدن، هر چقدر من تو این دو سه روزه بیشتر از شاید 2000-3000 تا به شما نشون دادم من دیگه، فوش های بسیار رکیک زشت توی اینستاگرامم، توی توییترم، توی تلگرامم دریافت کردم، ولی ذره ای باعث شده که من نیستم سر موضعی که فکر میکنم درسته. اصلا اینطوری نیست. ما ول کردیم زندگی تو خارج و اومدیم ایران که تو ایران زندگی کنیم. در نتیجه هر کاری میکنیم که این کشور کشوری باشه که شایسته مردماش باشه، شایسته هر دانش نداشتمون، هر عمری که داریم، زندگی که داریم میذاریم برای اینکه این کشور شایسته مردمش باشه، لیاقت مردمش رو داشته باشه، این اقتصاد لیاقت مردمش رو داشته باشه و این اقتصاد به جایی برسه که مردم ربطه نخورن به کشور مثل ترکیه. ایران پتانسیلش از ترکیه خیلی بیشتره، ولی ما با همین فریب افکار عمومی، با همین اقدامات هیچ کی وای نمیسته. اون تو همین ماجرای نامه 25 نفره هیچ کی وای نمیسته، تو ماجرای پولی نشدن کسی وجود دولت هیچ کی وای نمیسته، هیچ وقت هم هیچ کی وای نستاده. چرا وای نمیستن؟ چون وزیر میگه که آقا من الان اگه وایستم برام هزینه داره، مردم به فوش میدن، من منفور میشم، مثلا هزینه شخصیه ولی منفعت، ولی اگر حمایت کنم مردم از من خوششون میاد، میگن عجب وزیر خوبی بود. ولی هزینهش برای کیه اگر اون کار اشتباه رو بکنم، اگه کسی بودجه رو پولی کنم؟ هزینهش برای مردمه،
ارزش برای من نیست که، خودشون نمیفهمن، بذار اینجوری بشه. هزینهش برای آینده کشوره، هزینهش برای سال بعده، مال دولت بعده، مال سال بعد این دولته، چه فرقی میکنه؟ مال من نیست هزینهش. برای همین هیچ کی وای نمیسته تو دولت، هیچی وای نمیسته بگه این خیانته که شما بیاید الان میخواید تسعیر ارز بکنید. چند بارم دولت این کارو کرده در دوره های گذشته، هم دوره های خاتمی شده، هم دوره های احمدی‌نژاد شده، هم دوره های روحانی میخواد بشه. این خیانته در حق اقتصاد ایران. و این واقعا اینکه مردم میبینن زندگی هاشون داره هر روز هر روز بدتر میشه به خاطر همین کاراست. این کارا رو باید متوقف کرد. ما وایسادیم که این کارا متوقف شه، ما وایسادیم که این روندهای غلط از بین بره. حالا میخوان به ما فوش بدن، میخوان تهدید کنن، میخوان دیگه، شما دیدید دیگه، من نشوندن تهدید جانی کردن، تهدید هزار جور تهدید کردن، چون که دو قرون سهامشون توی بازار اومده پایین، میخواستن سهام درست بخرن، سهامشون اومده پایین، برن به دیگران فوش بدن که آقا چرا اینجوری چرا اونجوری. اینه واقعا، یعنی تو اقتصاد ایران رو رها کنی، آینده ایران رو، آینده بچه تو رها کنی، بیای بگی آقا چون سهام من افتاده من حاضرم هر کاری بکنم که این بره بالا، میام به سیاستگذار توصیه میکنم کمپین درست کنم، نرخ بهره رو ببر پایین، نرخ سود بانکی رو بیار پایین. یا جاهلی بی سوادی نمیدونی که این نابود کردن اقتصاد ایران همین کاریه که 50 ساله داره میشه، یا میفهمی و به خاطر منافع خودت داری میکنی که دیگه بچ. خسته نباشید، خیلی گفتگوی پرشوری بود. نکته‌ای هست که بخواید بهش اشاره بکنید و من نپرسیده باشم؟ خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید، این موقع شب این در واقع گفتگو رو با ما داشتید. اگر فرمایشی ندارید از حضورتون مرخص میشه. خواهش میکنم. من هم خیلی متشکرم از شما، همچنین از همه مخاطبان عزیز. هدف ما، من فقط جمله پایانی بگم، هدف ما این بود که کاری بکنیم و هدفمون این هست که کاری بکنیم که مردم در رفاه بیشتر زندگی بکنن در بلند مدت. این که در کوتاه مدت یه عده ببینن سودشون کم شده، این که در کوتاه مدت یه عده ببینن که داراییشون کم شده، اگر بدونن که در میان مدت و بلند مدت این باعث میشه که اگر روندهای اقتصادی ما درست کنیم، اگر اجازه ندیم کسری بودجه پولی بشه، اگر اجازه ندیم که نرخ بهره بیشتر از این منفی بشه، و اگر این روندها رو درست بکنیم، انشالله ما میتونیم توی کشوری زندگی بکنیم که تورم تک رقمی داره. یه چیز عجیبی نیست، 195 کشور به این رسیدن، همش با همین مسیر. ولی فریب، دروغ، دغلکاری انقدر زیاد شده و هزینه های شخصی حاضر نیستن سیاستگذاران ما، اندیشمندان ما، اقتصاددانای ما بدن، که با 4 تا فحش و با 4 تا فشار ذی‌نفعان و عدم تعارض منافعی که شاید خودشون داشته باشن، اینها حاضر میشن که آینده اقتصاد ایران رو به سیاست‌های غلط فعلی بفروشن. ما انشالله وای میستیم و تا جایی که بتونیم، تا جایی که توانشو داشته باشیم، تا جایی که فهمشو داشته باشیم وای میستیم و اجازه نمیدیم که روندهای غلط در اقتصاد ایران تکرار بشه. اجازه نمیدیم اونم از این منظره که نامه می نویسیم، حرفمون رو می زنیم. و امیدوارم که هیچ کس فکر نکنه که ما مخالف بازار بورسیم، مخالف بازار مسکنیم، مخالف هیچ کدوم. ما هیچ مخالف هیچ بازاری نیستیم و خودمونم ذی‌نفع همه این بازارها هستیم. این نیستش که بگیم مثلا طرف خونه نداره، نمیدونم پورتفوی بورسی نداره. چرا داره؟ ولی داره نگاه میکنه آینده چی میشه، داره نگاه میکنه که کشور چی میشه. من خواهشم اینه که مردم به کسانی که سعی کردن تو این سالها زندگیشون رو بذارن و از اقتصاد ایران، از سیاست‌های درست در اقتصاد ایران دفاع بکنن، به اینها اعتماد کنن
نه به یک سفته باز بورسی که در روزهای رونق بورس، در روزهای رشد اعجاب انگیز شاخص، فقط به خاطر اینکه ما عرض کردم اون سه تا درایور وجود داشت، کسری بودجه دولت، نقدینگی بالا، نرخ بهره بسیار منفی و نیز مشکلات متعدد در کمبود دارایی و asset shortage در بازار بورس و وجود چیزهای مثل محدودیت‌های مثل دامنه نوسان و مقررات غلطی که سازمان بورس گذاشته بود، به خاطر اینها داشت سهام‌ها خیلی عجیب رشد می‌کرد و اون حجم تقاضایی که حجم نقدینگی اینها ایجاد کرده بود. اینها تو این بازار خب خیلی ثروتمند شدن، اینها تو این بازار قدرت پیدا کردن، اینها تو این بازار تصور کردن که دیگه الان هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن و هیچ کم جلوشون رو نمیگیره، چون ترول‌های درست میکنن توی اینستاگرام و غیره، بیان فوش بدن، فحاشی کنن، بی‌ادبی کنن. نه، ما وایسادیم و تا جایی که بتونیم و تا جایی که ایشالله خدا کمک بکنه و تا جایی که حالا بفهمیم ماجرا رو، حتما وای میستیم و اجازه نمیدیم منافع بلند مدت ایران، منافع بچه های ایران، منافع آینده ایران فدای یک سری سودهای زودگذر افراد سودجوی بازاری بشه که فکر میکنن سود خودشون رو باید به قیمت آینده بچه های ایران به دست بیارن. خیلی متشکرم خانم آقایان، خیلی ممنون، متشکر که ما رو دیدید و شنیدید. شب و روزگار بر شما خوش.